شب بخير. شب بخير. قوليلي. خیلی خوشحالم که خبر اینجوری و چهرهای جدید هم که چند نفر میبینیم همه حتما آشنایی داریم با سیاب یکم بلندتر همه آشنایی داریم با سیاب سوسایتی آف ایرانیان آرکیتکتس اند پلنرز حتما خواستم که من خودم شروع بکنم و معرفی بکنم داستان امشب رو براتون بگم قبل از هر چیز خواستم خواهش بکنم که سلفوناتون رو روی یا سایلنت مود بذارین یا خاموش بکنین برنامه رو اینطوری تنظیم کردیم که دو تا گروه هستیم ما یکی دفتر من و یکی دفتر آقای محمد برهه‌ای و دو پروژه مختلف رو انتخاب کردیم هر دو تا رزیدنشال هستن میکسیوس یا رزیدنشال و یکیش مال ما توی سیتی گلندله و پروژه‌ای رو که محمد درباره صحبت میکنه توی سیتی لس آنجلسه پرپس این میتینگ امشب کریتیک آرکیتکچر این بیلدینگ ها نیست به هیچ وجه برنامه فقط اینه که امشب این پروسس اسمی رو که گذاشتیم روی وبسایت راف رود تو کامپلیت ا پروجکت پروسس پلانینگ و بیلدینگ سیفتی و نحوهی که یه پروژه توی این اندازه و با این مشخصات چجوری از ابتدا تا انتها به نتیجه میرسه یعنی در حقیقت مشکلاتی رو که با به حساب با کلاینت داریم برنامه‌ای که کلاینت به ما ارائه میده مشکلاتی رو که با پلانینگ دیپارتمنت و بقیه گاورنمنت ایجنسی ها داریم برای پروژه های شبیه به این چیه و اونا رو توضیح میدیم قرار بر این شد که پروژه اول رو به حساب ما نشونتون بدیم و درباره‌اش صحبت بکنیم و پروژه بعدی رو آقای محمد برهه‌ای نیم ساعت قرار شده که هر پروژه رو ما توضیح بدیم 15 دقیقه وقت بشه برای سوال و صحبت هم کردیم تصمیم بر این شد که به حساب بین این پریزنتیشن سوالی نشه بذاریم پریزنتیشن تموم بشه ممکنه خیلی از سوالا جواب داده بشه 15 دقیقه برای این هر پروژه‌ای که اینجا ارائه می‌کنید سوال جواب خواهد شد بعد وقتی که تمام هر دو تا به حساب پروژه پریزنتیشن تمام شد سوال آزاد میشه هر کی هر چی هر نوع سوالی که دلش میخواد با کمال به در اختیارتون خواهید شروع میکنیم پروژه رو با این پروژه اسم پروژه رو هستش کمپس آن برند همونطور که از اسم پیداست این بر خیابون برند توی سیتی گلندل البته این ویوی که اینجا میبینید کورنر یه خیابون دیگه است تقریبا یه سیتی بلاک سر کورنر اورنج و میلفورد و این علتی که این پروژه رو پرپوز پریزنتیشن رو خدمتتون عرض کردم حالا چرا این پروژه رو ما انتخاب کردیم چند تا دلیل داشته یکی اینکه یه پروژه دیگه روبروی این یه خیابون اورنج خیابونی که اینجوری می‌بینید خیابون اورنج خیابون میلفورد خیابون برند اون در ساختمانه و اینکه تو فایده این یه خیابون اورنج و این خیابون میلفورد یه پروژه ما قبلا داشتیم یه پروژه مخصوص دیگه که این طرف خیابون اورنج بود اینجا و این پروژه موقعی که ما این پروژه رو شروع کردیم این پروژه انجام شده بود یعنی انترتیلمنتش رو گرفته بودیم و قرار شد که این پروژه شروع کنیم به کار کردن و انترتیلمنت اینه بگیریم به خاطر همین یه مقدار رستریکشن و یه مقدار ریکوایرمنت های بخصوصی به خاطر وجود این دوتا کنار هم دیگه مجبور شدیم در نظر بگیریم و این ریکوایرمنت ها از طریق به حساب اربن دیزاینر یا پلنرهایی که روی سیتی مایی بار بودن در حقیقت اعمال میشه این یکی پروژه که اینجا بود 530 یونیت بود پروژه لیو ورک بود یعنی تمامش روی یه مقدار ریتیل داشتیم و بقیهش 530 یونیت پروژه های به حساب یونیت های لیو ورک در حقیقت داشتیم این سیتی یکی از دلایل دیگه‌ای که به حساب این پروژه رو ما انتخاب کردیم به خاطر ایجنسی‌های مختلفی که اینجا اینوالو بودن با ما
هر انجسی رو که توی سیتی نام ببرید توی این پروژه از ابتدا اینوار بود با ما، از پلنینگ گرفته تا بیلدینگ سیفتی، حتی با اینکه ما می‌خواستیم این تترمت فقط بگیریم، بیلدینگ سیفتی، بیور آف انجینیرینگ، پابلیک ورکس و به حساب بخش‌های مختلفشون که یکیش ترانسپورتیشن و دونه دونه براتون توضیح بدیم که این ایجنسی ها چی بود. اینه که پروسس یه پروسس بسیار کامپلکسی بود که تونستیم این رو در عرض حدود مثل که 3 ماه از ابتدا تا انتها به انجام برسونیم. و یه مسئله دیگه که اینجا داشتیم و فکر میکنم خیلی مؤثر بوده توی کامپلکسیتی این پروژه، مسئله تایم بود. تایم هم از نظر اینکه نگوشیت باید میکردیم با سیتی و هم از نظر اینکه تایمی رو که کلاینت به ما داده بود، این تایم به حساب رستریکشن به خاطر این بود که در جون اون سالی که ما داشتیم اینو کار میکردیم قرار بود که پارک اند ریکریشن فی توی سیتی گلندل از $7,000 برسه تقریبا به $20,000 برای هر یونیت، یعنی هر یونیتی در حدود $12,000 $13,000 تفاوت قیمتش بود، 228 تا یونیت اینجا ضرب در $12,000. اینه که کلاینت دلش میخواست که حتما این ددلاین رو ما میت بکنیم و اون به حساب ریکوایرمنت جدید انفورس نشه که میلیون ها دلار باید اضافه میداد فی های سیتی رو. این یه مسئله دیگه فقط قبل از اینکه این تیم پلیر رو محمد قلبی شروع میکنه درباره این صحبت میکنه، قبل از اینکه من چیز بکنم یه چند دفعه گفتم که انتایتلمنت، میدونم که خیلی ها با این کلمه انتایتلمنت آشنایی داریم. به طور کلی این پروژه ها دلیل این که بهش میگیم انتایتلمنت یه حق قانونیه که لوکال گورنمنت مثل شهرداری، شهرداری شهر گلندر یا شهر لس آنجلس یا هر شهر دیگه که باشون کار میکنیم، یه حق قانونی رو طی یه شرایطی طبق یه کاندیشنایی به ما میدن که این حق قانونی توی کتاباشون توی کتاب زونی نوشته نشده. مثلا ویریانس یه نوع انتایتلمنت، زون چنج یه نوع انتایتلمنت. این تعداد یونیت که اینجا می‌بینید و این ارتفاع و نحوه که بیلدینگ دیزاین میشه، اینا جزئی از اون اپرووالایز که با کاندیشن همیشه اپرو میشه و اینا همشون انتایتلمنت. به هر صورت الان محمد رو خواهش می‌کنم در مورد این چی شب همگی به خیر، محمد عربی هستم. همونجور که بیژن گفت این پروژه از نظر زمانبندی خیلی تایت، یعنی ددلاین خیلی فشرده‌ای داشت. علتش هم گفت خاطر تغییری که از نظر فی تو سیتی داشت انجام میشد و این پروژه به این بزرگی، این تغییر فی خیلی تاثیر داشت توی هزینه سافت کاست پروژه. در نشه ما باید تیم پروژه رو خیلی سریع انتخاب میکردیم و همه رو همزمان اینوالو میکردیم. ما خود تیم آرکیتکچر رو بلا فاصله اکستند کردیم. سه تا از دوستان کره‌ای رو اینوالو کردیم. یه سری از سرویس ها رو آوتسورس کردیم، به خصوص رندرینگ ها، اینه مثلا در خارج از ایران، خارج از آمریکا انجام شد که بتونیم 24 ساعت کار بکنیم. یعنی یه سری کارهایی که اینجا روز انجام میشد شب یه جا دیگه انجام میشد که بتونه این پروژه برسیم. و این تیم آرکیتکت و کانسالتانت ها، تمام کانسالتانت ها از مهمترینش زونینگ کانسالتانت بود. این گرفتن انتایتلمنت، میدونیم که پروسه های پیچیده ای با پلانینگ دیپارتمنت و اوربن دیزاین دیپارتمنت داره. در نشه زونینگ کانسالتانت کسی بود که خیلی تو این سیتی تجربه داشت و نقش زیادی داشت برای پیش برد این. کانسالتانت دیگه ترافیک انجینیر بود. این پروژه به خاطر سایزش و بزرگیش و ترافیکی که جنریت میکرد خیلی مهم بود که ما نشون بدیم که در این منطقه این جواب میده از داره ترافیک انجینیر. و ترافیک انجینیر در این حال باید ورود و خروج پروژه چیز و پارکینگ هم در واقع به سیتی اثبات میکرد که این مشکلی نخواهد داشت.
مثلا لندسکپ آرکیتکت خیلی اهمیت داره تو این پروژه، هم که می‌بینین اوپن اسپیس های زیادی تو پروژه هست و یکی از ریکوایرمنت های اصلی سیتی روی مسئله لندسکپ و اوپن اسپیس و اینا هست. استراکچر انجینیر، ام ای پی، اینا همه درگیر بودن که ما بتونیم اینو همزمان پروژه رو چند جانبه بهش نگاه بکنیم. و از جانب دیگه خود سیتی اوربن دیزاینر و به خاطر این ساختمونی که لندمارک جناب شجده در چیز در گلندل در واقع مسئول هیستوریکال سیتی، یکی از افرادی بود که مرتبا در میتینگ ها با شرکت میکرد و بعدا حالا توضیح خواهیم داد که چه نقشی داشت این بیلدینگ، چه ایمپکتی داشت رو پروژه ما. دیگه تمام دیپارتمنت های سیتی اینوالو بودن، از اوربن دیزاین، پلانینگ، ترانسپورتیشن به خصوص در رابطه با ترافیک، مسئله بیلدینگ اند سیفتی. البته تمام جلسات نبودن ولی میمدن و فایر دیپارتمنت چندین جلسه با فایر دیپارتمنت داشتیم. یکی از مشخصات های پیش برده این پروژه این بود که ما هر هفته با سیتی جلسه داشتیم، چون زمان به ما اجازه نمیداد که مثلا ما پروژه رو به یه جایی برسونیم، سابمیت بکنیم، اونا مثلا ریویو بکنن، به ما کامنت بدن، دوباره ما روش کار بکنیم. برای اینکه ما اون ددلاین رو میت بکنیم، سیتی توافق کرده بود که هر هفته، بعضی وقتا هفته ای دو بار جلسه داشته باشیم که بتونیم نظرات دیپارتمنت های متفاوت سیتی رو بیاریم تو تیم خودمون، تیم آرکیتکچر و کانسالتانت ها، و بتونیم ریسپان بدیم، دوباره بریم تو میتینگ. در نتیجه به خاطر همین زمان بندی خیلی سریع باید پروژه میرفت جلو و یه پیست خوبی رو با سیتی به توافق رسیده بودیم، بتونستیم اینو اینجوری ببریم جلو. همونجوری که گفتم تعداد میتینگ هایی که ما توی این پروژه گذاشتیم واقعا هفته یه بار و گاهی دو هفته یه بار. اینا رو من همه توضیح دادم. حالا من فقط یه اضافه کنم به صحبت های بیژنمون. این پروژه که در کنار این پروژه، همون پروژه بود که ما فکر کنم یه سال یا دو سال پیش اینجا پرزنتش کردیم، 540 یونیت. و این در کنار این پروژه بود که خیلی روی چیز روی این پروژه ما خیلی ایمپکت داشت. حالا بیژن راجع به سایت آنالیز صحبت. من فقط یه نکته رو در مورد اون سایت قبلی اضافه بکنم. به علت سنسیویتی لوکیشن این پروژه، برای اینکه به قسمت مقدارش برای خیابون برنده و خیابون برند مثل خیابون مثلا اولشیر توی لس آنجلس یا خیابون ونچورا توی ولی، یعنی شاهرگ در حقیقت شهر گلندل، و برای مثلا سیتی گلندل ایتس کروشل پارت آف دیزاین. به خاطر همین و سیتی گلندل هم یکی از نادر سیتی های کانتی لس آنجلس که اربن دیزاینر داره، غیر از اون پلنرهایی که دارن اربن دیزاینر هم دارن که حالا متاسفانه اربن دیزاینر چون رفته سیتی سنامونیکا، ولی ما یه دونه اربن دیزاینر که یه مدتی هم بعدش رئیس پلنینگ شد و یه پلنری که مخصوص هیستوریکال بیلدینگ هاست و یه پلنر دیگه، با سه تا پلنر و اربن دیزاینر باید کار میکردیم و رابطه به حساب این ساختمان رو، این که به حساب تایتنمنت بهش داده بودن و توی زمان خیلی کوتاهی قبل از این پروژه، با این ساختمانی که می‌خواستیم اینجا بسازیم، این همون ساختمان لندمارکیه که توی اون عکس دیده بود. و این ساختمانی که در حدود 3-4 ماه قبل کانستراکشن فیز 1 و 2 تمام شده بود، اینم میسیوسه، اینم یه پروژه دیگه میسیوسه متجاوز از 200 یونیت داره. اینی که این سه تا توی این خیابون برند که اینجا هستش و خیابون سنترال اونیو که اینجا هستش که دو تا شاهرگای سیتی به حساب کلیدیت هستن، تأثیر خیلی بسیزایی میذاشت. تأثیر بخصوصی که اینا میخواستن ببینن این بود که سیتی گلندل به خاطر سپسیفیک پلانی که داره اینجا گیتوی منطقه گیتوی سپسیفیک پلانی که داره، دلش میخواد خیابونهای اصلی
وقتی یه پروژه بلاک رو میاد اشغال میکنه خیابونای اصلی توسط پدستریان به هم وصل میشه. این با به حساب به وجود آوردن پابلیک سپیس در حقیقت باید یه پدستریان واکه یا پابلیک سپیس ها پابلیک اوپن سپیسی رو که ایجاد میکنیم باید یه طوری باشه که این پروژه ها رو به هم وصل بکنه. به خاطر همین این به حساب پسئو که اسمش رو داشته بودیم این پسئو پسئویی که توی این پروژه داشتیم قرار شد که امتداد پیدا بکنه در امتداد این ساختمان ال شیپ که مورد بحث امشب ما هستش و این رو به حساب خیابون برند رو به خیابون سنترال وصل بکنه. خب این یه مقدار تاثیر زیادی روی پروژه ما داشت و خوشبختانه چون هم این انکس بیلدینگ که آفیس بیلدینگ و این های رایز که به حساب لند مارکت خوشبختانه این دوتا متعلق به همین دیولوپر هست اونرشه و به خاطر این مسئله ما تونستیم این رو خیلی راحت اچیو بکنیم این ارتباط این دو تا خیابون رو. این پریویوس دیولوپمنت به خاطر این بود که اهمیتش خیلی مهم بود. این که این در حقیقت پاسوری که ما ایجاد کرده بودیم پروژه قبلی اینجاست و از طریق این بین این دو تا ساختمان این ساختمان موجود و این پروژه که ما داشتیم انجام میدادیم از اینجا میاد اینجوری داخل این حرکت به برند وصل میشه. این خیابون برند، این خیابون اورنج و این خیابون به حساب سنترال اینجاست. این لندمارک بیلدینگ هم اینجا خب تاثیر به سزایی توی این پروژه داشت و از ارمن دیزاینری که مسئول هیستوریکال اینجا هستش یکی از ریکوارمنت هایی که رستریکشن هایی برای ما گذاشته بود این بود که به هیچ وجه این ساختمونی که ما اینجا میسازیم برخلاف اون چی که اونر دلش میخواست به خاطر اینکه برند خیابون مهمیه و دلش میخواست مس بیلدینگ اینجا باشه سیتی گفتش که به هیچ وجه این بیلدینگ نباید دامینیت بکنه این اگزیستینگ بیلدینگ رو. یعنی باید طوری دیزاین بشه که این بیلدینگ به جای خودش باقی بمونه اهمیت خودش رو داشته باشه به هیچ وجه نه کامپیت بکنه و نه اینو اوورپاور بکنه. این حالا اینجا این یه دونه علیه توی سیتی بلندر تمام بلاک های بیلدینگ ها توسط یه علی وسطشون همونطوری که میدونیم میلس مثل سیتی لس‌آنجلس یا اکثر اینفراستراکچر ها تمام یوتیلیتی ها توی این علی ها اینا با هم بس میکنن خیابون های اصلیه این الان مثلا این علی خیابون فورد و به این خیابون بس کرد. این علی رو به خاطر اینکه ما بتونیم بیلدینگ رو اکستند بکنیم بیاریم اینجا و چون نمیتونیم مس بیلدینگ رو اینجا بگذاریم اینه که این علی رو تصمیم گرفتی که بکتش بکنیم. وقتی علی رو میخوایم بکت بکنیم نحوهی که معمولا اکثر سیتی ها کار میکنه میگن که اگر 75% ملک دو طرف علی رو یه دیولوپر اونرش باشه اجازه بده در طبق یه شرایطی اون علی رو بکت بکنیم، یعنی که از اون علی استفاده بکنیم، یعنی روی اون علی کانستراکشن بسازیم. حالا یا دقیقا روی سطحش یعنی که روی سطحش نسازیم بریم بالا یا زیرش این کارو بکنیم به شرطی که اینفراستراکچری که توی علی هستش بتونیم جابجا بکنیم. اینجا برق و آب و فاضلاب و تشکیلات عظیمی توی علی هستش که دیولوپر یعنی چاره هم نداشته باید قبول میشد که همه اینا رو باید ریلوکیت بکنه و با سیویل انجینیر اینی که عرض کردیم که ایجنسی های مختلفی این بار بودن یکیش به خاطر همین مسئله علی وکیشن و به حساب ریلوکیت کردن این اینفراستراکچر که توی این علی بود که ما بتونیم بیلدینگمون رو اینطوری بسازیم، یعنی پابلیک سپیس رو آوردیم داخل به حساب کورتیارد خودمون و به حساب توی این طبقه همکف اینا رو به هم وصل کردیم، اینجا گیت گذاشتیم و اینجا هم گیت گذاشتیم و طبقات بالا ما روی این تونستیم بسازیم، یعنی این بیلدینگ شده یه واحد بیلدینگ. مرحله بعدی همونطوری که میدونیم که ما یه همیشه سایت انالیسیس داریم بعد میرسیم به دیزاین دیولوپمنت و بعدش هم به کانستراکشن داکیومنت. اینجا همین توی این مرحله سایت انالیسیس ما باید یه مسائل دیگه ایرم و در نظر میگرفتیم. این سایت ما این زمینه هرشه سایت ماست، این همون ساختمان به حساب لند مارک، این خیابون برند و این فیلیوی 134. مشکلاتی که برامون وجود داشت، چالنجی که باید ترانسپورتیشن انجینیر در حقیقت ترافیک انجینیر برای ما حل میکرد این بود که ثابت بکنه که این آف رمپی که اینجا وجود داره و آن رمپی که وجود داره ترافیک جنریشن اینجا تاثیر چندانی توی این توی پیک اور صبح و بعد از اون وقتی مردم میرن سر کار
یا برمیگردن منزلشون، این تأثیری تو اون نداشته باشه و دلش میخواست که اینجا همشون بیل بورد یونیت باشه. بیل بورد رو قبلا تو اون پروژه قبلی هم ما توضیح داده بودیم که میتونن هم توش کار بکنن و هم توش زندگی بکنن و تو اکثر سیتی ها توی زون خودشون پیشبینی شده که لیگ بورد به خاطر اینکه همونجا کار میکنن پارکینگ ریکوایرمنتش کمتره. توی سیتی گلنده درست به عکس، it's very ironic، پارکینگ ریکوایرمنتش خیلی بیشتر از رزیدنشیاله. به خاطر همین نتونستیم که به حساب ثابت بکنیم که چون اینا میخوایم لیگ بورد بکنیم باید ترافیک کاونت ما کمتر باشه. اینه که لیگ بورد ها رو برداشتیم تعداد به جای 228 تا لیگ بورد داشته باشیم فقط قرار شد 9 تا لیگ بورد داشته باشیم توی طبقه همکف که حالا بعدا بهش میرسیم. مسئله دیگه ای که داشتیم همونطوری که عرض کردم این مسئله اینفراستراکچر و توی علی، این علی که اینجا هستش، این تیکه علی حداقل نصف بیشتر علی رو ما تونستیم بکن بکنیم و حتما هم دلمون میخواست که این الیویشن با همون انتایتلمنت ما همزمان باشه. برای اینکه گاهی اوقات تو این شهرها اتفاق میفته یه انتایتلمنت به ما میگن بعد قول الیویشن هم میدن بعد میریم توی مرحله دیگه میخوایم علی رو وکیت بکنیم با هزار یک پرابلم مواجه میشه. ولی اگر همه رو با هم دیگه همزمان انجام بدیم یه استپ اهد میفته دیولوپر و احتیاجی به اینکه دوباره به خاطره نداره. و پابلیک هیرینگ که برای ما گذاشتن هر دو تا کیس رو همزمان به حساب تصمیم کردن که برای دیولوپر اهمیت بسیار بسیار زیادی داشت. اگر این پروژه اصلا عملی نمیشد، یعنی نمیتونست آدرس برند رو اصلا استفاده بکنه. اونرز بورد همونطوری عرض کردم لید بورد یونیت بود که متاسفانه نتونستیم همه رو و سیتی به خاطر پارکینگ ریکوایرمنتش و هیچ گونه تخفیفی هم به ما ندادن میخواستن پارکینگ هم اضافه بکنن، تصمیم گرفتیم که فقط یونیت های طبقه همکف و دو تا یونیت هایی که طبقه بالای اینجا هستن که دید به خیابون برند دارن اینا رو لیگ بورد بکنیم، بقیهش رزیدنشال آپارتمنت رنتال آپارتمان و ریتیل. مسئله پریلیمینری دیزاین رو که بازم خواهش میکنم از محمد توضیحات شده مرحله بعدی در حقیقت پروژه با توجه به این سایت آنالیز که بیجن کوتاش باید این پریلیمینری دیزاین باید خیلی از گایدلاین های اسپسیفیک پلان این منطقه رو رعایت میکردیم. این تو اسپسیفیک پلان این برند، خیابون برند و خیابون اورنج دو تا از خیابون هاییست که عنوان گیت وی یا دروازه دانتان گلندل چیز شده اسپسیفای شده در اینشه ریکوارمنت های خاصی در رابطه با خود این خیابون ها هست و مسئله دوم این پروژه لندمارک هست که هیستوریکاله و پروژه که دیزاین های اولیه یه ال‌شیپ بیلدینگ بود که همه جاش تقریبا 7-8 طبقه بود ولی سیتی اجازه نداد که نمیداد که ویو این هیستوریکال بیلدینگ رو ما بلاک بکنیم. در نشه ما ناچار شدیم که این بال این زل بیلدینگ رو اول کم کم بعد یواش یواش فشار که اومد از طرف سیتی بیشتر این استفای بزرگتر شد بزرگتر شد تا نتیجهش اینه که الان می‌بینی. یکی مونه، یکی مسئله رابطه پابلیک وی با کامن اوپن اسپیس یا پابلیک اوپن اسپیسی که در داخل پروژه باید کرییت بشه. سیتی آف گلندل الان سیتی آف الی هم در واقع این کارو دانتون می‌کنه، خیلی اصرار داره که این پابلیک بتونن بیان داخل، پرایوت پرایوت بتونن راحت بدن اینتراکشن داشته باشن. در نشه این قسمتی از پروژه که سمت برند هستش دو تا یه بخش کامرشیال داره که دو تا اسپیس کامرشیال هست که قراره رستوران و کافی شاپ بشه و در ابتدای این پروژه یک اسپیس بزرگی هستش که میره وصل میشه به اون کامن اسپیس وسط. اگه یه سایت پلان رو بکنه بیاری این کامرشیال سپیس ها یکیش اینجاست یکیش اینجاست. اینجا یه اینتریور سپیسی هستش که به پابلیک وصله، از این برم میاد به این
مرکز کامن اسپیس پروژه بحث میشه، از این برم میاد میره که به این بحث میشه. روی این ارتباط خیلی سیتی تاکید داشت که بتونیم ما تعمیم بکنیم و ما با این فضای بزرگ کامن اوپن اسپیس که ایجاد کردیم تونستیم سیتی رو راضی بکنیم که این در واقع اینتراکشن بین این پروژه و اطرافش به وجود میاد. در ضمن اورنج هم یکی از همین چیز خیابونایی هستش که جزو گیت‌وی است و این کورنرش یه فضای آزادی است که خیلی مطرح بود برایشون که اینجا انهانس باشه و لندسکیپ داشته باشه. بریم توی اسلاید بعدی. اسلاید بعدی و نماله اسپسیفیک پلان رو این اسپسیفیک پلان از گایدلاین اسپسیفیک پلان رو کنه گلندر نیا کنه. این یه شمای کلی هستش که این داونتاون گلندر هستش. این برند خیابونه از بیتر خیابونه گلندر هستش و این یه مثلا رابطه پریوی رو با این داونتاون نشون میده. این نحوه ای که این گایدلاین ها رو توی سیتی تأمین کردن با یه سری عکس های اینا دارن توی این گایدلاین نشون داده میشه. حتی یه سری اسکچ ها هستش، یه الیمنت های پروژه ما ساینش خیلی مطرحه، این پدستریان فرندلی بودن این پروژه خیلی مطرح هستش. همینطور اوپن اسپیس، کامان اسپیسی که ایجاد میشه در داخل پروژه و رابطهش با بیرون تکرارش دیگه نمی کنم. این هم بردن پابلیک به داخل بیلدینگ و قسمت کامان اسپیس بیلدینگ. اینا رو همه رو توضیح دادم. این با ترانسپورتیشن دیپارتمنت تاکید داشت که این چون ما چهار طبقه پارکینگ داریم، چهار و نیم طبقه پارکینگ داریم، تعداد پارکینگ خیلی زیاده، خواستن که اولا ورودی پارکینگ ها از این کورنر خیلی فاصله داشته باشه، بعد حتما هم دو تا ورودی داشته باشه این پارکینگ ها. این دو تا رمپی هستش که تعمیر شده و این رمپ هم خیلی اصرار داشتیم روبروی این خیابون باشه که ما تونست در ضمن این علی رو چون ریکیت کرده بودیم جزء پروژه بود، از ما خواستن که این علی بتونه سرویس بده به این ستا ریتیلی که اینجا باقی موندن. درش یه ترن اراوند اینجا ما باید ایجاد می‌کردیم در پراپرتی خودمون که تراک هایی که میان اینجا سرویس میدن یا ترش و اینا که میان بتونن اینجا برگردن برن. درش این ترن اراوند هم یکی از ریکوایرمنت های ترانسپورتیشن بود. مقدار زیادی اگه دقت بکنین اوپن اسپیس تو این پروژه تامین شده که این یکی از به اصطلاح ایشوهایی بود که ما تونستیم سیتی رو خیلی متقاعد بکنیم به این پروژه. و اینجوری که میبینین این همون اسپیسیه که جلوی ریتیل ها ایجاد شده که همینطور میره از این زیر میاد اینجا و از اون میره تو اورنج و این استفایی که در رابطه با این بیلدینگ بغل ما تعمیر کردیم. در طبقه هشتم هم یه پول دک داریم. تو این پروژه هایی که ما با این اونر کار کردیم مسئله روف دک خیلی اهمیت داره. یکی از فضاهای خیلی مهمیه که مگنت بزرگیه برای این تننت هایی که در اینجا میان، برای اینکه میتونن به عنوان پلی از اونجا استفاده کنن، نتورکینگ کنن، تفریح کنن. بعدش بعد از این مراحل ما رسیدیم به مسیر این پروژه در حقیقت ببینیم این مسیر رو چجوری میتونیم متقاعد بکنیم سیتی رو، هم خودمون رو هم سیتی رو، که به چه نحوی این پروژه در حقیقت فاینال دیزاینش در میاد. یه چند تا به حساب آیدیه های مختلف رو اکسپلور میکنیم. این خیابون اورنجه، این خیابون میلفورده و اون های رایز به حساب اینجاست و خیابون برند هم اینجاست. و چون ما دیگه باید مس ساختمان رو این بر بگذاریم، تمام هم ما بود که اونر از ما خواسته بود که باید 225 تا توی این یونیت در کنم، اگر نه ادازه پرسی ندارم never going to touch the building. و ما 228 تا یونیت در بردیم. به خاطر همین
این استپایی که اینجا داده بودیم مقدار زیادی از یونیت ها و این فضاهای بازی رو که چندین برابر ریکوایرمنت سیتی بود و به خاطر همین راحت‌تر میتونستیم باهاش نگوشیت بکنیم. توی سیتی وقتی با پلنینگ دیپارتمنت طرف هستیم، اپروچ گیو اند تیک، برای اینکه همه کارهایی که ما میکنیم و همه کارهایی که اونا میکنن یک سابجکت، یه نظراتی اونا دارن بر اساس یه پارامترهای وجود داره، ولی بالاخره بقیه دیزاین و استتیک بیلدینگ همش سابجکتیو. اینه که وقتی گیو اند تیک بازی میکنیم باشون و تعداد به حساب جلسات میتینگ رو متعدد میکنیم، این راحت‌تر میشه بهشون قبول و نظرشون. و مس بیلدینگ رو داشتیم بررسی میکردیم که چجوری بخواد این مس رو پریزنت بکنیم، در این حالی که به حساب آرتیکولیشن توی به حساب حجم ساختمان وجود داره که یه باکس نباشه، چیزیه که سیتی به هیچ وجه اپروچ نمیکنه، به خصوص اون پلنر اربن دیزاینر که بسیار بسیار سختی را هستش. و در نهایت بعضی اینا رو بررسی کردیم و باهاشون صحبت کردیم، رسیدیم به این کانسپت. این همون کانسپتی که در حقیقت دیولوپش کردیم، پروژه رو درست کردیم، مس بیلدینگ در حقیقت اینجا قرار گرفته. و این کورنر رو سیتی بلندر توی ساینج خیلی مهمه که براش آیدنتیفیکیشن ساین بیلدینگ حل شده باشه، آیدی بیلدینگ، یعنی اگه کسی میخواد ساین بگذاره یا شماره بیلدینگ رو بگذاره، باید با دیزاین تمام ساینج رو باید تو همین مرحله دیزاین بکنه و بهتره که اپریوالاش رو همون لحظه بگیره، اگر نه دوباره کش پیدا بکنه قضیه. مسیر رو بالاخره اینطوری کردیم. بعد بعدی که به اون شکل رسیدی که گفتیم خب مس ساختمون رو اینجا میگذاریم برای خیابون میلفورد و اورنج و به ترتیب سف سف میایم پایین، ببینیم رابطه این با بیلدینگ‌های طرف با بیلدینگ‌های پهلویی چی میتونه باشه. و اینا به حساب این در حقیقت همینطور که میبینید این استپایی که اینجا ایجاد شده و فضاهای اوپن، این زرد نماینگر یا سبز نماینگر فضاهای اوپنه و اینا به حساب فضاهای آپارتمان‌ها که طبقات مختلفه. یه نکته دیگه ای که اینجا ما خیلی توجه داشتیم اینه که اونر به ما گفته بود که به هیچ وجه این نباید های رایز سپسیفای بشه. های رایز موقع ساختمان سپسیفای بشه که از گریت پلین یا از اون پایین ترین نقطه‌ای که فایر دیپارتمنت اکسس داره ارتفاع از 75 فوت اگه بیشتر بشه این بیلدینگ میشه های رایز. وقتی های رایز میشه یه خرجای عظیم دیگه همراهش میاد که ما اینجا دلمون میخواست این کار رو نکنیم و به خاطر همین باید این حساب این تبدیل قسمت بالا رو مسیری که اینجا ایجاد کردیم توی اون ثابت بکنیم که 75 فوت از پایین ترین نقطه که یه اختلاف سطحی هم اینجا وجود داره، همین سطح میاد پایین، یعنی از این نقطه پایین ترین نقطه سایت، از این نقطه نمیو از 75 فوت بالاترین سطح قابل استفاده اون بیشتر. بعد از این وقتی مس رو به حساب با سیتی به قبول بودیم، شروع کردیم به لی‌آوت کردن به حساب پلان ها و اینکه چجوری این گولی رو که اونا دارن و سیتی دارن رو ما داشتیم بتونیم اچیو بکنیم. این کامرشال رو گذاشتیم اینجا رستوران یوز برای هم که این حالت فرندلی رو توی این به حساب ساید واک ایجاد بکنیم و چجوری پابلیک رو بکشونیم توی این فضاها. و همینطوری که میبینید این فضاهاش برای شب اینا اونجا یه گیتایی وجود داره که شب میتونه سکیور بخوره، از در سکیوریتی باید این فکر میشد که شب نتونن بیا. فلور پلان ها رو شروع کردیم به دیولوپ کردن. این همینطوری که میبینید طبقات مختلف لیول یکه، این رنگ های مختلف میکس یونیت ها میکس ها رو نشون میده، استودیو یه اتاق خوابه دو اتاق خوابه و همینطور ادامه پیدا میکنه. همینطوری که میبینید این اینا همینطوری هی به تدریج داره از مساحتشون کم میشه، میاد بالا، همینطور میاد تو لیول های بالاتر، لیول ششم و بعد لیول هفتم و بعدش هم لیول هشتم، که اینه که این تیکش در حقیقت که هم سطح این قسمت هستش همون فضای تمام امنیتی ها رو میاریم اینجا میگذاریم. این رو به حساب یه دونه جیمه که همیشه توی این پروژه هایی که انجام میشه یه به حساب نکته خیلی مهمی برای رنتر هاست. این هم پارکینگ، یه دونه از پارکینگ های ماست که چهار تا بود نصفی در حقیقت این پارکینگ که یه اکسس از اونجا داره یه اکسس از اونجا داره، که این هم داستان سیرکولیشنش اینا یه باید اپروهای میگیره و بعدش باید بشون میدهدیم که نماهای ساختمان چیه. حالا تو لندسکیپ من خیلی سریع میگم خدمتتون که اکثر کسانی که توی این بیلدینگ پیشبینی شده بود توسط بروکرها و خود دیولوپر که میان اینجا رو به حساب رنت میکنن، اکثرا تک جوانایی که هستن که
تکنولوژی بیزینس کار می‌کنن و به خاطر همین یه لندسکیپ آرکیتکت ما یه آیدیایی رو از مادربورد کامپیوتر توی لندسکیپ درست کرد که ما اون رو توی نماها به حساب تشدیدش کردیم. اینا نماهای مختلفه، باید تمام متریال ها رو نشون میدادیم، نمونه از متریال ها رو عکساش رو گذاشتیم اینجا که چی استفاده میشه. قسمت اعظمش کامپوزیت آلومینیوم پنله و یه مقدار کمی توی کوچه و اینا استاکو و بقیهش هم شیشه. اینا متریال های مختلف و دیتیل هایی که باید نشون میدادیم که این ریلینگ ها یا خلیه ها و شیشه ها چی کار کنه. در سی بار دیدم که گفتم اومد یه بسیار مادربورد و پترن مادربورد رو گره و شروع کرد توی این فضا حرکت دادن. این یه جسچر خیلی خوبی توی سیتی برای همه به وجود آورد. همینطوری که میبینین این تو همه فضاهاش تکرار شده و ما هم بیلدینگ رو در حقیقت یه مقدار با این به حساب پترن سعی کردیم تطابق بدیم و تفاوت به حساب حرکت‌هایی که اینجا میبینید و این ساختمان های رایز، یعنی این یکی از اون چیزهایی بود که پلنرها همشون متفقا قبول کردن که این تفاوت اینقدر زیاده که این به جای خودش نشون داده میشه و اینا به جای خودش، هیچ کامپیتیشنی بین این دو بیلدینگ وجود نداره. اینا فضاهای مختلفشونه و اون پترنی که روی زمین ایجاد بود ما روی نمای ساختمان سعی کردیم به حساب این رو مثل یه حالت پیکسلیشن نشون بدیم. اگه نما رو نگاه بکنید سه چهار تا رنگ خیلی به هم نزدیکن، یه حالت پیکسلیشن داره تمام نما. لندسکیپ رو باید تمام اجزایش رو با تمام درخت ها و سپیسیش درخت ها باید همش رو به حساب سپیسیفای میکردیم و سیتی به حساب قبولش بوده. این ورودی از برند اسم برند و به حساب نحوهی که اینا توی این درکت میکنه فضاهای باز. تمام درخت هایی که اینجا میبینیم عیناً درخت های واقعیه که سپیسیفای شده توی پلان ها. و بعد از این خب ما میرسیم به در حقیقت کانستراکتیویتی این پروژه. وقتی ساینج هم البته یه مسئله دیگه بود که باید یه دونه برگرد رو با عقب اگر این ساینج رو این همون آیک ساینیه که روی این هم با داستان عظیمی داشتیم با سیتی تا بالاخره قبول کردن که این آیدی بیلدین، آیدی ساین بیلدین توی این کورنر این توی حل بشه. یه ایندنتیشنی تو بیلدین یه نصف ساین به حساب روی نما اومده، نصفش پشتش چراغه و به حساب اینطوری این رو قبولش کردن. و ساینج های دیگه این باید برای لیبورد های طبقه خواهی باید یه ساین میگذاشتیم برای اینجا بودی اصلی و نحوهی که توی بسا بالکن های عمومی چیدوری باید پرمیسی رو حفظ میکردیم بین این بودا دیتیل ها شما رو از همون خواسته بودن که نشون بدیم. این در حقیقت یه سایت پلن الان رسیدیم ما به مرحله این وقتی انترتینمنت رو گرفتیم ما رسیدیم به مرحله بسیار ساختمان در حقیقت construction documents یا همون working drawing و مسئله constructivity با structural engineer پیش اومد. وقتی بررسی کرده با اینکه قبلا بررسی کرده بودن structural engineer که structural engineer بسیار بنامیه گفتش این ساختمان رو به این شکل با همه ساختمان هایی که برای این developer کار کرده بیست post nature concrete همش and type 1 construction که it's non-combustible 100% و گفتش که این شکل رو، این شکل ساختمان it's too irregular، خیلی نامنظمه و من اینو با کانکریت نمیتونم بیایم اینو چوبش بکنیم. ما دوباره نقشه ها رو برداشتیم عوض کردیم، چوبش کردیم به دو سه ماهی دوباره تو که هیچ دارم بخلو سیتی که ببینیم اگه با چوب بکنیم بعد به یه مشکلات عدیده بیلدینگ سیفتی و به حساب کود کالیفرنیا بیلدینگ کود برخوردیم و انقدر پرخرج شد که دوباره تصمیم گرفتیم برگردیم و استراکچر انجینیر بالاخره یه راه حل پیدا کرد. گفت این تیکه ساختمان رو میام مثلا از این ساختمان جدا میکنم، اینو کانکریت میگیریم، اینم طبقه اولش رو کانکریت میگیریم، بقیه‌اش رو سیم استراکچر و یه جوینت 18 اینچی میذاریم بین این دوتا، یعنی یه دونه کانستراکشن اکسپنشن جوینت داریم اینجا که این دوتا بیلدینگ رو به طور کلی از همدیگه جدا کرد و این باعث شد که تونستیم مسئله کانستراکتیویتیش رو حل بکنیم و قابل اجراش بکنیم. و به خاطر اینکه داشت اکسپایر میشد، حالا تمام این زمان ها گذشته و انترتینمنت میدونی یه زمانی رو میدن، اگر تا اون زمان این پروژه پرمیتش گرفته نشه انترتینمنت باطل میشه. ما برای اینکه این انترتینمنت میلیون ها دلار اونر خرج کردیم باطل نشه مجبور شدیم سیتی های بزرگتر مثل گلندر، پاسادینا و لس آنجلس قبول میکنن که با یه شرایطی بیان در حقیقت فیس پرمیت بدن یا فاندیشن پرمیت هم
فاندیشن پرمیت اونجوری تمام ساختمان باید دیزاین شده باشه، یعنی تمام استراکچرش باید حل شده باشه. و ولی این سوال سیو آره اوکی، حالا سوال جواب رو یه نفر بنویسیم. آره بعد بعدش هر چقدر خواستیم سوال جواب بپرسیم. اول مثل که شما فرشاد هستی؟ کم پیدا یه اسمت یادم میاد. چند جان؟ پروژه بعد از اگر دیفیکالتی های اونر رو بذاریم کنار و فرستریشن و استرس و تنگی نکایی بذاریم و I'm sure که بعضی وقتا یا خیلی وقتا به نظر از این رو کنمیده سیدی ایلاتی ها رو مده، ولی به طور کلی وقتی این دو بعد اثرش چی میشه؟ واقعا اثرش پروژه بهتر شده، بدتر شده؟ اگه تمام این جورستکشن ها رو خودتون دارید، اگه خودتون بازی و مجری و همه بودین، چه تأثیر فاندامنتالی یا میجر Very good question. 100% we were satisfied. ما کاملا راضی بودیم از این پروژه. یعنی واقعا فکر میکنم که اچیو کردیم گولایی که گذاشته بودیم برای خودمون و تقدیرنامه ای رو که پروسس با دیفیکالتیاش پروسس صحیحه. تقدیرنامه ای که ما از مردم و سیتی گرفتیم فکر میکنم یعنی ما رو یه مقدار بیشتر هم راضی کرد. یعنی ما وقتی ما پلن را کار میکنیم دلیل موقع ریپورتی که می‌نویسن و توی پابلیک هیرینگ عرضه میشه یه ریپورت مثبت و به حساب ساپورتیو باشه برای کاری که ما انجام دادیم و ریپورتی که پلنرا برای ما نوشتن اصلا it was amazing the way they wrote this report و خیلی راحت ما تونستیم اپروال را بگیم. مهم اینه که این پروژه واقعیه، توی سایت واقعی، توی سیتی واقعی، باید بتونید در اونجا این اچیومنت رو داشته باشید دیگه. حالا اگه این نباشه میشه یه پروژه دیگه در یه شرایط دیگه. چون شرایط در واقع تعیین می‌کنه پروژه چه میتونه موفق باشه یا ناموفق. شما میگید که گفتم اینا ایشون بچه‌ها من در مورد زمانبندی پروژه می‌خواستم بپرسم. از اون موقعی که شروع کردید تا به اون ددلاینی که زونین می‌خواست عوض بشه چند ماه فرصت داشتین؟ ببینیم ما فوریه اواخر فوریه ما شروع کردیم وقتی قرارداد اول جون اینتایتلمنت امضا شد ولی خب قبلش ما باید مثلا یه ماه قبلش اینو سابمیت می‌کردیم و فاینال بعد از تمام میتینگ‌هایی که داشتیم باید اینو سابمیت می‌کردیم ریویو آخر رو می‌کردن یعنی حدود سه ماه و نیم ما وقت داشتیم که این پروژه رو از زیرو تا اونجایی که رسیده ما تقریبا با به حساب این آوتساید کانسالتنت هایی که داشتیم واقعا میتونم بگم we were working 24 hours برای اینکه یه مقدار اینجا کار میکردم خب رندرینگ ها و اینا بود که توی حساب چی انجام میشد و خوره و خب ما اینجا روزا کار میکردیم با آخر شب که میرسیم واسه که نصف روز درست ظهر بعدش ما میگرفتیم اینه که اون باعث شد که ما بتونیم واقعا این کار رو بکنیم اگر نه تقریبا impossible بود باید هفته تقریبا دو روز باید تو سیتی میرفت هر وقت میرفت سه ساعت از نمیرفت و انترتیلمنتتون تا چه مدت معتبر بود؟ انترتیلمنت معمولا تا می امسال معتبر بود تا می امسال سه ماه is amazing که این دوده این پروژه خیلی کاره شما منظورتون انترتیلمنت همون سی او پیه دیگه کاندیشنال یوز پرمیت That's a part of انترتیلمنت ببین انترتیلمنت گفتم هر کردم انترتیلمنت هر نوع اجازه ای که لوکال گاورمنت به شما میده که تو کتاب اینیش نوشته رده حالا ما یه دوستی داریم اینجا آقای بن صفیاری که استاد به حساب توی سیتی لس آنجلس هم کار میکردن ایشون هم میدونه که انترتیلمنت هر نوع پرمیت خاصی رو که سیتی میده بدون اینکه دقیقاً توی کد نوشته شده باشه یعنی میگن که it's not my right یه کارهایی هستی که شما میتونید انجام بدید یک requirement هست بهش میگن by right میتونید این کار بکنید وقتی میگن by right یعنی دیکته شده توی کتابای کد حالا یا زونینگ یا هر چی هستش ولی وقتی انترتیلمنت میگیری یعنی یه چیزی که نوشته نشده شما میگی تقاضا میکنی میگی به این دلیل من میخوام ارتفاعم اینقدر زیاد کنم یا میخوام تعداد یونیت ها رو اینقدر اضافه کنم یا میخوام کاندیشنال یوز پرمیت بگیرم یا میخوام زون چنج بکنم یا میخوام وریانس بگیرم برای یه منظور دیگه اینا همش یه پارتی از اون انترتیلمنت هست اصلا آپ دی کیرینگ و همه چیزا تو همین سه ماه بود
بله همه؟ خب این ده اکسپرس ریویو بود یعنی شما فی اضافه به پرداخت دیگه اونر فی اضافه برای این منظور ندادیم ولی برای پلان چکش داریم فی اضافه میدیم تقریبا دو برابر برای این منظور چون سیتی خیلی دلش میخواد که این سایت ایمپروو بشه و این دیولوپر ها خب میره از اوار کلاوت این سی بخاطر ویلتی که داره بخاطر این بیلدینگ هایی که اونجا صاحبه خیلی دلش میخواد این پروژه انجام بشه اینی که قبول کردن که سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر بذارن برای ما پس اون یه میشنشیب هم بذاریم مهم بود یه سوال دیگه هم جواب بدیم بعد بذاریم سوال ها رو برای تویا من راستش میخواستم در ادامه سوالیشون میخواستم بدم این وجمنت های عرصی تون مثل دنسیتی، اف ای آر و هایت میتونین چند تا شون اسم ببرید این دنسیتی، اف ای آر و اینا اینتایتلمنت ها من الان کاملا کدایی که بر این زونینگ حاکم بود در حافظه ندارم ولی ما تعداد یونیت و اینتایتلمنت گرفتیم سطح بیلدینگ ایریا رو اینتایتلمنت گرفتیم و ارتفاع بیلدینگ ارتفاع رو به اینتایتلمنت نگرفتیم ارتفاع اینجا محدودیت زیاد نداشتیم ولی چون ما نمیخواستیم های رایز بشه رو 75 فوت می‌خواستیم بمونیم در نشه مس پروژه جور دیگه انجام گرفت. Did you have density bonus? بله. Density bonus داشته؟ No. No. This is all the market value. It's all by right? All market value. بله. این پروژه که با این پروسس خیلی مخصوص به خودش و کمپلیکیتد شما رفتین جلو چیلی فی نگوشیشن کردیم با صاحبات و زبون هم دیگه رو میفهمید و دیولوپر very sophisticated توجه میکنید very very experienced اینه که نگوشیشن واقعا کار مشکلی نبوده ولی تو فیزای مختلف نمیشه گفت این پنجمین پروژه‌ایه که ما با این کلاینت تو این سایز این اوریجش یعنی هم از این بزرگتر داشتیم هم یه کمی از این کوچکتر داشتیم اینکه الان ما الان فکر کنم 15 ساله داریم با این دیولپر کار میکنیم اینه که خیلی زبونه شما فرمودین ایشون هم اشاره کردن که این ساختمون کلاسیفای نشده از های رایز ولی طبقاتو که میشموردی 8 طبقه بود چجوری شما حساب کرد فایر دیپارتمنت که 75 فیت رو رد نکردی؟ کف طبقه 8 مهمه یعنی یوزر 75 طبقه تا آخرین لیبل هبیتبل یعنی دیگه روف اون دیگه ملاک نیست برای فایر دیپارتمنت میخواد اون آخرین طبقه ای که هبیتبله رو 75 فوت باشه در اینجا ما 7 طبقه رو داریم تو 75 فوت یه طبقه اول کوتاه‌تره به خاطر ریشه بلندتره بعد 10 فوت 10 فوت 10 فوت باز هم 75 فوت بله 75 فوت دیگه سوال جواب الان ما متوقف میکنیم که پروژه بعدی هم نه ادامه میدیم ادامه میدیم دوباره ادامه میدیم سوال جواب بعد از پرزنت بعد مجددا باز میکنیم سوالاتتون رو انجام بدیم من به این موضوع که نگاه کردم راه رو تو کامپیت پراجیکت راستش از اول از نصفه ای موقعی که یه پروژه رو شروع میکنم خواستم این پروژه رو این پروسس رو نشون بدم که چجوری ما توی دفترمون اصلا یه پروژه رو شروع میکنیم و به انتها میرسیم گفتم شاید این پروژه یه آپارتمان بیلدینگ دیستوسیتی یه سمپل خوبی باشه که ما تمامی این پروسس رو بهتون نشون بدیم با بچه‌هایی که تو دفتر کار میکنیم توی
پروسس مختلف پروژه تمام فیزای مختلف رو با هم دیگه شیر می‌کنیم. یه مقدارش رو من انجام میدم، یه مقدارش رو اردشیر انجام میده، یه مقدارش رو پویا انجام میده، یه مقدارش رو احسان انجام میده، یه مقدارش هم نیام. ما 5-6 نفر این کار میکنیم. در صورت این پروسس رو من میخواستم به صورت گرافیک به شما نشون بدم که این گرافیک هم بر اساس تجربه یه که من توی این 30-40 ساله پیدا کردم، خیلی اینو به صورت به اصطلاح به زبون ساده توی این گرافیک نوشتم. این گرافیک رو که میریم جلو، بعدش پیشتی که انجام دادیم که در حال کانسترانشن هم هست، اون رو به صورت یک کیس استادی خیلی مختصر براتون توضیح میدیم. اول اینجاست. کراینت میاد شماره انتخاب میکنه. کراینت چجوری شماره انتخاب میکنه؟ یا با ورد آف مارت انتخاب میکنه، یا اینکه یک کانترکتر با خودش برداری میره، میگه که این کانترکتر من شما رو قبلا باهاتون کار کرده، میخوام باهات کار بکنیم، یا اینکه یک کراینت ریپیتیتیوه که قبلا هم باهاتون کار کرده. خیلی به ندرت ممکنه بره توی یه لوپه یا لیست آرکیتکت ها آرکیتکت انتخاب بکنه. معمولا من تمام کلاینت ها تمامشون با ورد آف مات بودن یا ریپیتیتیو بودن. هیچ وقت سری هیچ کدوم از جاب سایت ها من ساین نزدن که آرکیتکت این سایت کی. حتی گویا چند دفعه ساین درست کرده بود، من نرفتم سر جاب سایت بزنم، بلی که دلم خواست کسی که این نامو من کار بکنن کار من قبلا شناخته باشن، یه بکرادی از کاراکتر و کار من داشته باشه. اگه بیان دفتر بگن که شما شروع کن فعلا یه سری کار برامون انجام بده مجانی که ببینیم چه میتونی این کار انجام بدی یا نه، من این کار انجام نمیدم. میگم کاری که کردم قبلا نمونه کار منه. اگه شما دوست داشتین بیا با من کار بکنید، فوقش اینه که من یه فیدبک استوری براتون میکنم که براتون توضیح بدم. در حدی که این کلاینتی که میاد با شما صحبت میکنه سایکولوژیش اول باید بشناسید. ببینید که این به قول خودت ما نبضش چجوریه، یعنی نبضش رو بگیرید. بعضی از کلاینت ها هستن که خیلی راحت باهاتون کنار میان، ایژوکیتد هم توی کانسترکشن، توی آرکیتکچر خیلی زبون همدیگه رو خوب میفهمن. بعضی از کلاینت ها هستن که نه، فقط پیش میکنن که خودشون بیشتر از هر کسی میدونن، حتی از آرکیتکتشون میدونن، آرکیتکتشون رو به عنوان یه نقشه کش میبینن. در نتیجه این آدم ها یه سایکولوژی مختلف دارن. باید اول سایکولوژی رو خوب مشخص بکنیم برای خودتون که بتونید با این کلاینت هر کدومشون هم برای خودشون متفاوت بتونید پروژهتون رو ببرید جلو، با هم دیگه تضاد نداشته باشید. پروگرامتون رو با کلاینت پروگرام پروژه رو میشینیم می‌نویسیم، میگه که من این زمینه دارم، مثلا میخوام یه پروژه تو اینجا پیاده کنم، شما باید میگید چیکار میتونم بکنم. شما کاری که میکنید اسکاپ و ورکش رو میرین یه سایت ویزیت میکنید، اسکاپ و ورکش هم میرین از توی زونی یا بسیار ریستریکشن هایی که دو پروژه هستش انتخاب میکنید. دو تا حالت دارید، یا به کلاینتتون میگید که من یه فیدیبیلیتی استادی میکنم اول که بهت میگن که چند تا کار میتونی توی این زمین انجام بدی، چند تا آلترنتیو. این فیدیبیلیتی استادی رو معمولا ما قرارداد کلی نمیدیم، قرارداد ساعتی میدیم. در اساس ساعت کار not to exceed certain amount of dollar این قرارداد میدیم، فیدیبیلیتی استادی رو شروع میکنیم، سیتی کانتکت میکنیم، زونینگ و کود ریسرچ میکنیم. چند تا آلترنتیوی که تو اون پروژه این زنگشی پیاده کرد، اگه چند تا آلترنتیوش پیاده کرد پیاده میکنیم به صورت خیلی گرافیک و نامبر با کلاینت میت میکنیم تا این مشخص بکنیم این کدوم از این مثلا آلترنتیو ها با اسکوپ آف ورکش، با اسکوپ آف فاینانشال مثلا پکیجش، یا با مارکتی که میخواد بعدا این پروژه رو یا بفروشه یا به اصطلاح مارکت بکنه. اون رو ما که انتخاب کردیم اسکوپ مشخص شد، میایم باش یه اگریمنت به اصطلاح کلی برای پروژه می‌بندیم. این اگریمنت میتونه
ای فرمه ای باشه یا فرمای کاستوم باشه که ما تو دفترمون یه فرمای کاستوم هم درست میکنیم. خیلی از کلاینت ها دوست ندارن که فرمای خیلی زیاد، خیلی صفحه زیاد داشته باشه مثل کانترکتور ای آی دی. ما یه خوده این منگه برشان عبریبین کردم به صورتی که خیلی ساده تر باشه، ولی تو اونه که ممکنه هم من رو کامل میکنه هم اونه رو کامل میکنه. این نگوشیت اگریمنت رو شما میان با کلاینت امضا میکنید. این اگریمنت رو که امضا کردید حتما مطمئن باشید فی که دارید تو اگریمنت میذارید با کاری که انجام میدین هیچ وقت از کلاینتتون عقب نباشید. همیشه سعی کنید اینجوری باشید. یه موقع این پروژه استاپ میشه یا یه موقع ممکنه یه برخوردهای پیش بیاد پروژهتون جلو نره، شما ضرر نکنید تو این پروژه. این یه خط بیزینسی که توی مثلا تو کار آرکیتکچر من یاد گرفتم. در اینچه من الان پروژه‌ای که میگیرم سعی میکنم که تو قراردادم جوری باشه که همیشه یه خورده جلو باشم از نظر مالی تو پروژه که ضرر نکنم. این خیلی مهمه. بعد این شورت اگریمنت هم که گفتم اگر با کلاینت بسیم برای فیزیبیلیتی استادی که اسکاپ ورکتون مشخص بشه، فی که اینجا گرفتید میتونه ابزورب بشه توی این قراردادی که باهاش امضا میکنید. از اول میتونیم بشیم. اون پروگرامی که تهیه کردین اسکاپ ورک رو دیفاین میکنیم. بیاییم چجوری اسکاپ ورک رو باید میاییم توی خود سایت آنالیزیس و چیزی که مهمه برای پروژه اینا رو مشخص میکنیم، مثل یه سول اینوستیگیشن یا توپوگرافی، زونینگ و پلانینگ، کود اینوستیگیشن. اینا رو همه رو جمع جور میکنیم بر اساس اون پروگرامی که داریم، ببینیم که بفهمیم که لیمیتیشن هامون چیه، کانسترینت های پروژه چیه و پروژه تحت چه شرایطی باید جلو بره، سختی های پروژه چیه. مثلا این پروژه که بیژن گفت واقعا ببینید که چقدر کامپلیکیتد، چقدر سخت و دیر کردن باشه. در پروژه‌ای که من میگم یه خود اسمیتره که رفتن دو چه پروژه با پروژه فرق میکنه. در اینش که فهمیدن لیمیتیشن ها کانسترنت پروژه خیلی مهمه که شما پروژه رو بنویسید. بعد میایید شروع میکنید اسکچ کردن، استون برین میکنید بر اساس پروگرامتون و بر اساس این اینوستیگیشن های دونینگ و کد کردین. میایید به چند تا آلترنتیو، ببین خودتون میرسیم به چند تا آلترنتیو، بعد توش این آلترنتیو ها رو ایوالویت میکنیم ببینیم کدومش به نظر خودت بهتره که اینو پریزنت بکنی به اونر، خودت راضی هستی اونو میای اون انتخاب میکنی که این کانسپت رو پریزنت بکنی به اونر. این کانسپت رو که ریفاین کردیم یه لی‌آوت یا گرافیک یا دیتا نامبرهایی که قراره که برای اون پروژه شما اونا رو پریزنت بکنید، اینا رو تهیه می‌کنید. می‌ریم با میتینگ‌های چند تا میتینگ ممکنه داشته باشید. ممکنه باز میگم این بستگی به اون سایکولوژی هم کلاینتی گفتم داره که چجوری باهاش جلو بریم، خوب همدیگر رو بفهمیم. تعداد میتینگ‌هاتون ممکنه که از دو تا سه تا تا 18 تا برای یه پروژه مثلا 29 یونیتی که من توضیح دادم براتون کشیده بشه تا آخر سر دیفاین بکنید دیزاین و اون به صورت اسکوپ و ورکی رو که شما مشخص کردین بتونید توسط یه پریزنتیشن خیلی قوی که این خیلی مهمه که پریزنت بکنید به کلاینتتون، اینو بهش باش کنار بیارید و بتونید به یه نتیجه با هم دیگه برسید. موقعی که پریزنت میکنید پروژه رو در سطح گرافیک یا اون دیزاین به اصطلاح پریمیری دیزاین، اسکماتیک دیزاین، سعی کنید که تمام میتینگاتون رو نوت بردارید ازش. اگه ایمیل کامیکیشن دارین، ایمیل کامیکیشن رو یه فایل درست بکنید برای پروژه، اینا رو نگه دارید. ایمیل هایی که بی خودیه بریزین دور، ولی ایمیل های مهمتون رو حتما نگه دارید توی یه فایل پروژه. اینا بعداً بهش متوجه میشین یه موقعی که توی کانستراکشن میرین یا بعد از کانستراکشن، پست کانستراکشن چجوری ممکنه که
توی اتفاقا توی پاسیوی لاسود اتفاق میفته که کانترکتر ها ممکنه که حتی ایوالو بشن که آرکیتکت رو بکشن بیارن تو حتی تاثیر آرکیتکت هم نباشه، تمام این کامیونیکیشن ها به دردتون خواهد. بعد این استیمیتی گیزان که تقریبا با کرایتمون استوپورکش در اومد مشخص شد، باید بریم ببینیم که این پروژه تحت کنترل چه به طور اتوریتی هایی هستش. آیا این پلنرها خیلی مهم هست توی پروژه ها؟ نیبرهود خیلی مهمه؟ سیتی کانسل ممکنه این وال بشه؟ دیزاین ریویو بورد ممکنه داشته باشی؟ این پروژه ممکنه که حتی یه اردینست های مخصوص روش باشه، کیو کاندیشن داشته باشه؟ حتما باید با پلنری در همون اوائل پروژه که توی اسکیماتیک دیزاین هستی این پروژه رو با پلنر تو سیتی ببرین جلو که پلنر بتونه پروژهتون رو بعدا که میره جلو توی دیزاین ریویو بورد یا نیبرهود کمیتی بتونه ساپورت بکنه، همین کاری که ویژن با پلنر انجام داد توی پروژهش. بعدی بعد از دیزاین دیولوپمنت اسکیماتیک دیزاین میریم دیزاینمون رو دیولوپ بکنیم. بود دیزاین رو میخوایم دیولوپ کنیم، کانسولتنت های مختلف رو ایمار بکنیم توی پروژه همون. بستگی به سایز پروژه و بستگی به نوع پروژه کانسولتنت ها ممکنه که با هم دیگه فرق رو کم رو داشته باشه، ولی حتما خب استراکچر هست، مکانیکال و لندسکیپ. بعد پروژه ها آکوستیکال میخواد و سو انجینیر هم قبلا کارشو انجام داده، شما قبلا این کارتو میخواید شروع کنید. کوردینیت میکنی با کانسالتنت ها ورکینگ دراینگ رو هم همون موقع دیگه که دیزاین دیولپمنت کردیم دارین شروع. توی این فاصله شما همیشه با کلاینتتون در تماس هستید. اگر یه مقداری اون اسکیماتیک دیزاینی که با کلاینتتون کنار اومدید نتیجه رسیدید عوض شد توی دیزاین دیولپمنت و ورکینگ دراینگ، بهش اطلاع میدین که بعدا براش سورپرایز نباشه موقعی که میرید توی کانستراکشن، بلکه بعد از کلاینت ها نمیدونه چی. بعد میرم تو کانستراکشن متوجه میشم میگن ای اینجا رو به من نگفته بودی، یا مثلا یه اتاق کوچیکه، یا مثلا من ورودی و میونیت رو از اون طرف میخواستم. اینا هر موقع تو پروسس میرین جلو کلاینتتون هم حتما یا نمایندهش رو حتما در جریان بدونید. این بچه پورتین دوهایی با در رابطه با کوردینیشن کانسالتنت ها تموم شد، یه پکیجمون رو آماده میکنیم برای بیلینگ پرمیت که بفرستیم به پلنچک پروسس. چون پلنچک پروسس خیلی شیدا اتفاق میفته الان، به خصوص تو سیتی آف لس آنجلس که ما بیشتر کار داریم یا سیتی آف سانتا مونیکا. پلنرها تقریبا حرف اولو دارن میزنن، یعنی شما از پلنینگ دیپارتمنت اگه بتونید در بیایید، به خصوص پروژه هایی که اوردیننس روش داره، کیو کاندیشن داره یا دیزاین ریویو بورد داره، یه جوری هستش که حتما باید بریم از پلنرها اپروال بگیریم. حتما میبایستی که خیلی زود این کار رو انجام بدید، برای اینکه پلنرها خیلی خیلی تایماشون خیلی محدوده و میتینگ هایی که با شما میذارن فاصله هاش خیلی زیاده. درش اینو باید حتما از اول سیت بکنید توی اسکیجول پروژهتون که اگر پروژهتون حتما باید بره توی پلنینگ دیپارتمنت اپروال یا ساین آف بگیره، خیلی زود اینو با پلنر شروع کنید. حتی موقعی که ورکینگ دراینگتون تموم نشده میتونید بره این کارو شروع کنید. بعد توی خود پلنچک دیسیپلین های مختلف هستش و دیپارتمنت های مختلفه که مهمترینش بیلدینگ و سیفتی و پلنینگ، همینطور گفتم. توی پلنینگ باید بستگی به نوع پروژه داره که کیو کاندیشن داشته باشه، دیزاین ریویو بورد داشته باشه یا دنسیتی بونس داشته تو پروگرم‌هایی مثلا استیت رفته باشین دنسیتی بونس استفاده کرده باشین، اونا اپروبالاش یه سری کاندیشن داره که اینا رو باید بریم پلنرها نگاه بکنن اپروب بکنن در همین توی پروسس پلنچه. فایر دیپارتمنت، انجینیرینگ دیپارتمنت، یه مقدار کار شما خارج از پروژه داری که مثل پیاده روها هست یا دوربر که بالاخره اینوالو میشه. درسته که انجینیر پروژه اینوالو، ولی آرکیتکت هم حتما اینوالو میشه. دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن، گرین بیلدینگ که الان این خیلی روز به روز هم داره
به سافیستیکیتد تر میشه، به خصوص سیتی آف سانتا مونیکا که جدیدن گفتن تمام رزیدنشال بیلدینگ ها اینکلودینگ سینگل فامیلی و مالتی فامیلی ها میبایست زیرو نت انرژی باشه. این تو کار آرکیتکچر خیلی تاثیر میذاره، دیتیلاتون خیلی تاثیر میذاره، دیتیلای در پنجره تاثیر میذاره. میبایست از اول با یه لید کامیشنر به قول دوستمون که اینجا. حالا در با یه لید کامیشنری باید بریم جلو که دیتیلایی که مخصوص این پروژه هستش که بتونه کامپلای بکنه با گرین با زیرو نت انرژی بتونی زودتر توی پروژهتون بگنجونی که بعدا باز توی کانسترکشن گرفت توی پلنچه گرفتارش نشید. جیولوژیست هایی که اپروبالش باید گرفته بشه و یکی از دیپارتمنت ها خیلی خیلی مهم هم دیسیبل اکسس دیپارتمنت تو پروژه هایی که مالتی فامیلی هستش، نه برای سینگل فامیلی. اینا برای دیسیبل و برای بیلدینگ اند سیفتی و برای فایل دیپارتمنت اینا ست های مختلف شما سابمیت بکنیم به سیتی که جدا جدا اینا میره پلنچک میشه. حتما باید ترک بکنیم که پلنچکش که برمیگرده یا بهتون اطلاع میده. یه واسش که کلاینتتون میاد یه به پرمیت به سر اکسپدایتر میگیره. ما تجربه اون اینطوری بوده که پرمیت اکسپدایتر ها تو یه مقداری کار رو انجام میدن مثل پیپر ورک ها، ولی اغلب جاها ما که میرن دو دیپارتمنت های مختلف مجبور میشن بالاخره برگردم یا پیش ما از آرکیتکت سوال پرسیش بکنن یا از کمک آرکیتکت بگیرن. دقیقاً همون وقتیه که ما خودمون اگه بریم اینو پروسس بکنیم بازید، یعنی ما ترجیح میدیم الان که بیشتر پروژه‌ای که قرار ساینوفاش گرفته بشه از این دیپارتمنت هایی بسنه همشو خودمون انجام بسید. حتی اگه وظیفه مونم نیست، مثلا یه جا قراره بره که یه نوتوری پابلیک بشه که اونر باید بره، حتی اینو خودمون این کاری که بکنیم پروژه‌مون سریع‌تر به انتها میرسه، زودتر میتونی پروژه رو ببریم تو کانستراکشن، در نتیجه پروفیت پروژه برای اون توی آفیس بیشتر خواهد بود تا اینکه پروژه‌مون لنتی روی تیبل بمونه. یه مقدار ساین آف هایی هستش که مثلا نان آرکیتکچرال ساین آف شما باید بریم تو پروسس پلنچک بگیریم که اینا رو هم با ما ترجیح میدیم همه اینا رو خودمون انجام بدیم، یا اینا رو میتونیم دایرکت بکنیم که خود اونر یا نمایندهش بره انجام بده. یه جایی تو پلنچک با پلنچک انجینیرتون پلنر ها کمتر، ولی با پلنچک انجینیر ها به خصوص اگه روکی باشن، اگه سالهای اول دومشون بشه تو پلنچک که میخوان خودشون هم نشون بدن، ممکنه برخورد بکنید توی اینترپریتیشن های کود. یه فراستریشنی به وجود میاد بالاخره، برای اینکه خب شما نمیخواید که زیاد مثلا اگریسیو باشین، پرنچک انجینیر هم میخواد حرفشو بپرسی بشونه، کارتون میکشه به سوپروایزر. یادتون باشه همیشه سوپروایزر هم پرنچک انجینیرش رو ساپورت میکنه، شما را ساپورت نمیکنه، مگه اینکه شما خیلی نالجبل باشین نسبت اون کدی که دارین مثلا مطرح میکنید، دارید بحث میکنید با پرنچک انجینیر. اینو شما از اول که داری میرین اگر میخواییم با پلنچک انجینیر بحث کنیم راجع به کد، مطمئن باشین که تمام داکومنت ها رو خوب از توی کتاب کد دارین، کپیشو دارین با خودتون که اونجا بتونین صحبت بکنین با سوپروایزر. ممکن یه مقداری فراستریشن داشته باشه، ولی اگه شما خودتون مطمئن باشین روی کد اینترپریتیشن کد موفق خواهید شد. اینکه ما نمونه های زیاد داشتیم که پویا یا اردشیر میرفتن توی سیتی برای قسمت هایی از بیلینگ با بیلینگ پلنچه انجینیر مشکل داشتن توی اینترپریتیشن های کود، بالاخره میرفتن پیش سوپروایزر و سوپروایزر بالاخره ما برنده میشدیم، برای که یه اکسپریانس قبلی داشتیم که میدونستیم این کود اینترپریتیشن شما درست داریم انجام میدیم و اون پلنچه انجینیر روکی داره اشتباه کنه. درش اینا اکسپریانس هایی که توی پروسس پلنچه من یادم بوده به اون چی. حالا اگه که بیشتر روی پلنچک سوالی چیزی بود، اردشیر توی آفیس ما خیلی وارده، الان تو پروسس ساین آف ها و پلنچک میتونی سوال بکنید، اردشیر بهتون جواب میده. سفیه برید. این
پروژه‌ای که من می‌خواستم خیلی سریع بدونم چقدر وقت دارم که باهاتون شیر بکنم، پروژه‌ای که الان توی کنستراکشنه، این 29 تا یونیت آپارتمنت، یونیت رزیدنشال یونیت، 4 طبقه است، روی طبقه پارکینگ، منطقهش منطقه فیرفکس و نزدیک پیکو، فیرفکس نیبرهود، یه منطقه خیلی کانسرواتیو و جویش نیبرهود دامیننته. نیبرهود کمیتی دارن و این پروژه که هستشون عکس بعدی رو لطف کنیم بریم، بعد من برمیگردم اینجا. زونینگ این منطقه آرتریه، این طرف خیابون اینا آروان هن و یه همسایه های مدرنی که اینا آروان هن. این پراپرتی پروژه ماست، این دوتا لات. اغلب ساختمون که اینجا ساخته شدن یا خیلی قدیمی هن، این ساختمون جدیده، به صورت آپارتمان بیلینگ که اصلا حالت دونات شیپ دارن، اگه میبینید که حالت یه حیات مرکزی دارن، یه باکس دوری ساخته شده دارن. یه دیولوپمنت های جدیدی اینجا شروع کردن که مثل زیرو لاته، اینا به هم دیگه چسبیده است، مثل تانهاسه که اینا الان توی منطقه خیلی، مثل توی منطقه ما خیلی مورد مثل استقبال خود نیبرهود قرار گرفت. کلاینت ما میخواست از دنسیتی بونس پروگرام که مال استیت آف کالیفرنیا است که میتونه به شما با یه ذریبای مشخصی تعداد یونیتون اضافه میکنی، ولی یه پرسنتجی از اون یونیت هایی که اضافه میکنید میدید به سیتی بابت لو اینکام یا ویری لو اینکام یوز، که اینو خود سیتی یا اجاره میده یا میفروشه بر اساس درآمدی که تایی که پیش میان اپلای میکنن، اپلیکیشن پر میکنن میفروشه. ولی این پروگرام برگردن دوستم، این پروگرام رو استیت گذاشته و تمام سیتی ها موظفن که این پروگرام رو به اصطلاح گرانت بکنن به دیولوپر هایی که میخوان ازش استفاده کنن، بهش میگن دنسیتی بونس پروگرام. ما توی این زمین، این زمین آرتریمون میتونستیم 22 تا یونیت بسازیم، ولی اومدیم از یه دنسیتی بونس پروگرام که 10% داره یا 30%، 35% یا 20%، یه درصدی رو انتخاب میکنید که به پروژه‌تون بخوره. اگه خواستیم بعدا ما توضیح بهتون بیدیم. اون رو ما انتخاب کردیم، دیدیم که 30% بهترین رشوی که میتونیم استفاده کنیم، تعداد یونیت ها اون رو رسونیم به 29 تا، یعنی 7 یونیت اضافه کردیم. از این 7 دو تا یونیت میباست میدادیم برای بری لو اینکام به سیتی. حالا اگه کاندومینیوم میشه اینا رو به صورت کاندوم میدیم، اون هاوسینگ اتوریتی توی سیتی با اپلیکیشن هایی که داره کسایی که اپلای کردن برای لو اینکام یا بری لو اینکام به نوبتی میتونن بیان این پروژه ها رو بخرن، یا اگه رنت باشه همینطوری میاره تو پروگرام رنت ها داشه. این ها یه پروگرام هایی که توی سیتی و توی اسه انجام میشه. بعد شما تو این پروگرام که میرید یه سری اینسنتیو هم بهتون میدن برای اینکه شما دیگه دو تا یونیت رو میدین به سیتی، یا اینسنتیو هایت میتونین بگیرین یا اینسنتیو تعداد یونیت میتونین بگیرین، یعنی تعداد از اوپن اسپیس میتونین بگیرین. این ما دو تا اینسنتیو داشتیم که یکی شما بیشتر استفاده نکردین، هایت لیمیت این منطقه مونه که زونینگ اون هستش، کیو داره، کیو کاندیشن داره جلوی زونینگمون و ریستریکشن هایت داریم 35 فوت. ما اومدیم با استفاده این دنسیتی بونس 30% تونستیم هایتمون رو ببریم بالا، ببریم بالا که تا 10 فوت و 10 فوت و نیم ارتفاع هایتمون رو بردیم بالا، از 35 فوت رسوندیم به 45 فوت. اولی ساختمونیه که تو اون نیبرهود با این ارتفاع اونجا ساخته میشه. و من به کلاینت هم گفتم که زیاد مطمئن نیست نباشیم که بتونیم این پروژه رو اپروبارش بگیریم، برای که 100% به خصوص اون نیبرهود سینگل فامیلی که این طرف خیابون هستن اینا میان اعتراض میکنن و پروژه رو دورش پایین گرفت. کلاینت من گفتش که بذار ترای بکنیم، اگه نشود برمیگردیم روی همون ارتفاع پایین و تعداد 22 تا یونیت.
برگرده تو مرتیب تو همون عکس. این موقعی که من به این پروژه نگاه کردم دیدم که چیزایی که برای نیبرهود ممکنه مهم باشه ویو، به خصوص برای این سینگل فامیلی که اینجاست، ویویی که این آپارتمان بیلینگ به اینا خواهد داشت و به این سینگل فامیلی و این پشت صداست و گرین اسپیس، فضای باز و صدا گرین. در چه کاری که کردم، فکر کردم عوضی که مثل همه این ساختمانه که اومدن یه دونه دونات به قول خودمون درست کردن، من بیام این فضای حیات رو با نیبرهود شیر بکنم. یعنی این عوض که وسط ساختمون در بیارم و بودم این کنار در بردم که بلوک ساختمون دور چیده میشه و این کورتیاردی که اون وسط قرار باشه این به اوپناپ میکنه به بسیلا پیاده رو که با پیاده رو شیر کردم. این و خود پروژه چون سر کورنر قرار گرفته یه ریسپکتی به کورنر گرفته، در نتیجه این کورتیارد هم که با پدستریان قاطی شده اومده سر کورنر گشته، این یه دونه پوینت برای خودم گذاشتم. ما که خواستیم بریم تو به نیبرهود توضیح بدیم پروژه رو برای اپروبال، اینو بینگ آف میشه. دومی ایشو اینه که پارکینگ اینا دلشون یه پارکینگ اصلا پارکینگ ببینن، یعنی پارکینگ اگه شما پارکینگ داریم یه دیگه حتما پارکینگ ها حتما زیر زمین باید بشه، دست پارکینگ نداریم. ما یه مقدار ساختمون رو بالا پارکینگ داریم زیر زمین، زیر زمین منطقه دور سوده پارکینگ تمام لندسکیته، فقط رمپی که دیده میشه میره پایین. تمام سطح پارکینگ هم تمام دور دورش بسته، از سطح پارکینگ هم از یک نوع متریال استفاده میکنه که لاستیک ماشین هیچ صدا نکنه که از نظر صدا و اینا این چیزایی که نیبرهود من میدونستم کانسرن اینا رو همه رو جمع کردن که توی به اصطلاح میتینگ با نیبرهود اینا رو به اصطلاح پریزنت کنن. بعد این رو آخر سر بزنیم توضیح میدونم. تو خود فلورپلن هم همونطوری که میمیدید این لندسکیپ رو ما با حالتی گردوندیم دور تمام ساختمون و از بردیم تو دل ساختمون بردیم. این پروژه رو مجبور بودیم ما بریم دو بار بریم توی نیبرهود کمیتی، یه دفعه بریم با بورد ریویو بکنیم، یعنی اینو خود پلنره بهمون چون خیلی دور شروع کرده پروژه رو با پلنره، پلنره بهمون توصیه داد میتونستیم اون پروژه رو ببریم جلو بعد بریم ثابت بکنیم به سیتی بعد دوباره ما رو برگردونم بریم تو پلنینگ کمیتی توی نیبرهود کمیتی. پلنره به ما توصیه میکرد که چجوری استپ بای استپ شما پروژهتون رو ببرید جلو که خودی وقتتون تلف نشه و انرژیتون تلف نشه. در این چه ما رفتیم وقت گرفتیم از اعضای بورد نیبرهود به طور خصوصی بریم پروژهمون رو بهش بسیار پریزنت کنیم، یه پکیج درست کردیم به اعضای بورد فرستادیم و یه وقتی به اون دادن خیلی اینفورمال. ما پروژه رو همین سایت پلن و لندسکیپ پلن و لندسکیپ آرکیتکت گرفتیم، لندسکیپ پلن رو با رندرینگ برداشتیم بردیم توی من پروژه رو پریزنت کردم و کانسرن های نیبرهود رو گفتم. یکی از کانسرن های مهمشون هم طبقه بالا رو لوس کنم. این زونینگی که سینگل فامیلی که اطراف هستن دلشون نمیخواست که اینا ویو داشته باشن با مشرف باشه این ساختمون بهشون، در نتیجه خود تمام بالکنی هایی که مشرف بوده به این ساختمون همه بالکنی ها رو حذف کردیم، فقط به صورت پلنتر روی ساختمون اگه خواسته این فیچه روی ساختمون باشه به صورت پلنتر اینا روی نمای ساختمون باشه. این هم یکی از ایشوهایی بود که توی نبرو کامیدی باید من این رو مطرح کردم. برگرد این سیستم موقعش پروژه رو ما پریزر کردیم، رئیس بورد یه خانوم برگشت گفتش که این پکیج رو شما دو هفته پیش من تحویل دادیم، من نگاه کردم و با اعضای بورد بیشتر تصمیم گرفتیم پروژه شما رو رد کنم. بعد از پرزنتیشن من این صحبت گفت ولی پرزنتیشنی که تو کردی تمام اون نقطه هایی رو که ما فکر میکردیم که ممکنه به ضرر ما باشه تو پروژه شما برینگ آف کردی و اینا درست برعکس یه افکت مثبت گذاشتیم باشه. به ما توضیح دادی که چجوری شما کانسرن
نیبرهود بودی تو پروژه، فقط برای دیولوپر کار نکرد. در اینچه من پروژه تو رو به ریکامل میکنم که توی پابلیک گیری که میره افروب بشه. یعنی بخواب بگم که شما فقط میتونید با یه خورده دقت کردن اینی که کانسترینت های پروژه تو چیه، نیبرهود چی میخواد، اون محیطی که پروژه تو داری میچینه توش چه چیزایی مهمه براش. اگه که یه سیستم اپروال، یه اتوریتی اپروال داری که باید بینی از اون اپروال بگیری، اینا رو تو ذهنتون آماده بکنید تو پروژهتون. حتی اگه یه ذره گذاشید اینو الابوریتش بکنید، بلوآپش بکنید تو پریزنتیشن، قوی پریزنتش بکنید که بتونید پروژهتون رو بفروشید به اون اتوریتی. ما بعد از این پروژه رفتیم توی نیبرهود پابلیک هیرینگ، دیگه 300 نفر اومده بودن. پروژه ما بلندترین پروژه اونجا هست از نظر ارتفاع، و تعداد زیادی اومدن اونجا اعتراض کردن. بخواد ممکنه که اومدن اعتراض کردن به خاطر هایت پروژه، که شما هایت پروژهتون 35 فوته داری میری 45 فوت میگیری، ولی خب ما بالونه این کار روشی میکردیم بلکه بالونه استیت و نمیتونستن زیاد اعتراض داشته میشه. با پلنر رو نشستیم صحبت کردیم، پلنر هم گفتش که اینا بارنر نمیتونن اعتراض بکنن مگر اینکه برن به کانسل ممبر ناحیهشون بگن و کانسل ممبر یا جلو پروژه شما رو بگیره، برن تو سیتی کانسل توی سیتی و جلو پروژه شما رو بگیره. تو ساختمون بغلی ما یه ساختمون که اونم ساختمون سه طبقه بود، یه طبقه ما پایین‌تر بود، یه آرکیتکتی تو طبقه همکفش پدرش زندگی میکرد، یه لاتس آرکیتکت. این بعد اینکه ما رفتیم توی نیبرهود کمیتی پریزنت کردیم که اونجا هم دوره نیبرهود هم باز دومرده پروژه ما رو بورد اپروف کرد، با اینکه مردم بعدشون اعتراض داشتن، این آرکیتکت اومد اپیل کرد به پروژه، رفت سیتی فرم اپی فرم کرد، در نتیجه پروژه ما رو بر گذاشتن تا دو مرتبه بره توی پلنینگ کمیشن. آرکیتکت اومد گفتی که آنها باز صحبت کنم، اومد دفتر من، اومد دفتر من گفتش که این ساختمون منه، من این سکشن ما کشیده، این ساختمون اینجاست، من شما فقط 12 فوت به من فاصله داری و جلوی آفتاب منه میگیری. گفتم که خب من میام این ساختمون رو به اندازه ای عقب میبرم که تو ساختمون، اگه ساختمون سه طبقه اینجا بره بالا تو آفتاب داشته باشی همونقدر آفتاب تو رو بگیرم. قبوله؟ گفتش که آره قبول. من ساختمونم رو بردم با اجازه کلاینتم سه فوت اینجا رو عقب بردم این بالا که بتونیم اینو کامپلای بکنیم. این برگشت گفتش که نه شما 6 فوت باید عقب ببرید، من 3 فوت قبول نمی‌کنم. من گفتم گرافیک رو برای کشیدم، با من جرمست کرد، رفت اپیلش رو ادامه داد، ما رو صدا کردن تو پلنینگ کمیشن. ما پروژه رو برشی بردیم تو پلنینگ کمیشن. البته دیگه اون موقع مجبور شدیم یه اکسپدایتر هم برای این کار بگیریم که یه لویر بود که خیلی خوب پریزنت میکرد. اومد پروژه رو تو کانتکست خود نیبر بود نشون، پروژه رو گفت ببینید تمام ساختمون‌ها مطابق کد سالیارداش اینقدر، و اگه که قراره که شما ما آفتاب اینو بگیریم، خود سیتی زونینگی که گذاشته بعد گذاشته که آفتاب شما گرفته میشه، این تقصیر ما نیست. در نتیجه فقط اپیل این آقای آرکیتکت باعث شد که پروژه ما دو ماه عقب بیفته. فقط هم $200 داده بود رفته بود یه اپیل فایل کرد، پروژه $10 میلیون پروژه دو ماه عقب. یعنی میخوام بگم فراستریشن هایی که تو پروسس هسته، شما باید آماده باشید موقع که میرید تو چجوری باید باشید. من سعی کردم که با آرکیتکت حل کنم این موضوع رو برم جلو، ولی اون اینقدر زیاد میخواست که دیگه پروژه رو خراب میکرد، مجبور شده که تو بلنی کار میشه. این آرکیتکت به داخل اون یونیت شو فروخت، گذاشت رو مارکت فروخت، کنتراکشن گرفت. برگردیم توی کنستراکشن، اولین کاری که توی پروژه ما باید بکنیم که اگه پروژه دو رو تایپ کانستراکشن داره، یعنی یه قسمتش بتونه یه قسمتش چوبه، این ترانزیشن از بتون به چوب باید خیلی مهمه، خیلی باید اومده بشه، برای اینکه
کنکریت به اون که ریخته شد دیگه تقریبا زیاد نمیتونی دست بهش بزنی، میتونی یکی دوتا کور توش بکنی، لوله رد بکنی، ولی بهتره که تمام سیستم تاسیساتی که از بالا توی این ساختمان چوبی داره میاد روی این کنکریت میشینه جوهاشو مشخص بکنی برای کنترکتور که اینا رو قبلا پیش بینی بکنن، پروژه‌تون تمیز بدون نقص و بدون اینکه تفنگاری بریزه. در نتیجه ما معمولا میان یه دونه اسلب پلن به قول خودمون درست میکنیم که کنکریت اسلب رو نشون میده با تمام پنتریشن هاش، تمام لولایی که از تو کنکریت رد میشه، اینو به اضافه تمام الیویشن های کف خود گاراژ و الیویشن اسلبی که بالا داریم، کف خود گاراژ به خاطر درنیج کف گاراژ و اینکه دوتا اسلب دیگه کف گاراژ یکی، این دو تا پلن رو برای کانترکتور میکشیم که کانترکتور موقعی که میخواد کانکریت رو بریزه دقیقاً بدونه که کجاها چه لوله‌هایی داره رد میشه که بعداً دیگه با مته و واتر پروفینگ و اینا چه خراب بشه. این یه نکته خیلی مهمیه که تجربیه که ما تو ساختمونای کانکریت به چوب کردیم که خواستم با شما شیر. توی کانستراکشن دو تا کار رو حتماً انجام بدید. یکی اینکه حتی اگه قرار داده کانستراکشن هم نبستیم، بیشتر قراردادهای ما تا پرمیته، ما که پرمیتی گرفتیم دیدیم توی شروع به اصطلاح گرفتیم دیدیم یه قرارداد ما تموم میشه، فی به اصطلاح فی آفرمون هم گرفتیم و دیگه تموم میشه. اغلب دیولوپرها دلشون نمیخواد که با شما یه دیوری کانستراکشن سرویس قرارداد قبلا ببندن، ولی اینکه فی آرکیتکت میره بالا و اینا یه بوده بکاپ میکنه. ما ترجیح میدیم که یه فی بدیم تا پرمیت، بعد از پرمیت وقتی تو کانستراکشن میریم بگیم دیورین کانستراکشن سرویس میدیم، حالا اینقدر یا اینقدر فیکسی بهتون فیکسی بهشون میدیم یا ساعتی میگیم که مثلا ساعتی اینقدر، اگه تو آفیس باشه ساعتی اینقدر، اگه سر جاتا بدیم ساعتی اینقدر. اینا معمولا راحت‌تر اینا حذفش میکنن. تو از اول مثلا بهش بگی که این پروژه مثلا بهش بگی من 50000 دلار برای دیورینگ کانستراکشن میخوام، ولی ساعت کار که میزنی یه ذره یه ذره یه ذره 50000 دلار رو حاضر بده. تجربه است من اینطوری بابا که میگم سایکولوژی کلکتور رو ببینی، بعضیش اینه بعضیش رو خیلی نالجه برن قبول میکنن، مثلا این کریتی که ویژن داشته خب اونا خیلی سافیستیکیتد، ولی اغلب یک دیولوپرهایی که مثلا میان 30 تا 40 تا یونیت میخوان درست بکنن دوست ندارن که به آرکیتکت برای دیورین کانستراکشن اول یه پول بدن. در شما دیورین کانستراکشن اینو آبه چون که بعداً خیلی به دردتون خیلی به دردتون اگه کامیکیشنی با کانترکتور میکنید RFI، Request for Information میخواد، چینج اوردر میخواد، چینج اوردرش رو صادر میکنید که این دیورین کانستراکشن سرویس ها اول که شما میخواید برید توی کانستراکشن پروژه‌تون رو با کانترکتورتون ریویو بکنید، دقیقاً اسکوپ اوف ورک رو بهش بگید، بگید که شما چی میخواید و سختی‌های پروژه کجاست. یه موقع کانترکتورها نمیدونن که نقشه رو نگاه میکنن نمیفهمن که جاهایی که تو پروژه باید شما خیلی اصرار بکنید که حتما درست انجام بشه و قبلا پیش بینی بکنن به اصطلاح پلن هد بکنن، اونا رو بهش توضیح بدید، به کانترکتور توضیح بدید، ازش هم بخواید که زودتر هر آرفایی رو که میخواد یک ماه یا دو ماه زودتر اینا رو تهیه کنن براتون بفرستن، صبح نره سر جاب سایت زنگ بزنه که من اینجا مشکل دارم تو بعد از اون اگه جواب ندی من جاب سایتو میخوابونم. خیلی اون کارو داشتم از اول همین حرفا رو به کانترکتور میزنم میاد که اینطوری ما باید بریم توی کانستراکشن، شما اینطوری باید به من آرفای بدید، اگه چینج اوردر هست چینج اوردر باید اینطوری باشه، به منم باید اینقدر وقت بدی که اینا رو نگاه کنم بفرستم برای اونر اپروالش بگیرم بدم بید. یه اندرستندینگی با تیم به اصطلاح کانترکتور کانستراکشن باید اول داشته باشید تا موقع که میرید توی کانستراکشن. دیونی کانستراکشن هم دیونی جاب سایت رو سر میزنید، چینج اوردر ایشو اگه چینج اوردری هست، آرفای اگه هست جواب میدیم. یک چیز خیلی مهمی که هستش حتما اگه پروژه‌تون هندیکپ دیسیبل اکسس داره خودتون قبل از اینکه فریمینگ بسته بشه برین چک بکنید با متر، با متر میجر متر بکنید، بعدا تو دردسر نیفتید، به خصوص همومای هندیکپ
تمامی هندیکپ ابعادی داره که خود کانترکتور ها بعضی موقع یهویی یک اینچ یا دو اینچ رو صرف نظر میکنن میرن میگن که اینسپکتور هم ممکنه نبینه ولی پس فردا برای پروژه های رزیدنشیال برای پروژه کامرشال من داشتم که سر یک اینچ که گرابارش اومده بود روی فریم در نشسته بود و از که بغل در بشینه که هندیکپه نمیتونست گرابارش رو دستش رو بچرخونه بره اون صاحب اون رستوران رو سو کردن 75,000 دلار مجبور شد به این هندیکپی بده رادیش بکنه که دادگاه نره سوش بکنه بیشتر از این سوش بکنه در این چه حتی یک اینچ هم برای هندیکپ شما نظری چشمشی نکنید خودتون تیت میجر برده برید پس بعدا به درتون بخوره اگه یه های لاسوتی اتفاق افتاد شما رو میگیرم میبرم کن تا بیای ثابت کنی ترتیب تقصیر من نبوده 100,000 دلار از جیبت رفته در این چه جلوی این ضرر بگیری همون موقع کنسترکشن خیلی بهتر این هندیکپ رو همیشه در نظر داشته باشی دومیش هم ایشوهای مربوط به فایر دیپارتمنت این فایر استیران یه مینیموم ویتی داره از نظر به اصطلاح اوکیپنت فلو یه مینیموم ویتی داره که این مینیموم ویت رو حتما توی استیران موقع فریم میدارن میکنن برید چک کنید خیلی بود اینکه از دیوار تا دیوار فریمره اشتباه نکرده باشه یا با درایوان هم روش بزنن اینو میخوان دیوار دو ساعته درست بکنن دو تا درایوان هم بزنن یا با این کم بیاره یه اینش رو هفنش کم بیاره پس فردا فایر دیپارتمنت ممکنه بره اونجا رو اندازه بزنه و اون موقع که ساخته شده بود هیچ کار نمیتونه خیلی کار سخت درش این چیزه که خیلی مهمه و کانترکتور ها ممکنه نیست بکنن یکی مال هندیکپه یکی فایر توی کانستراکشنتون موقع که میره جلو بعد آخر سر تقریبا دیگه تموم میشه یک ساب سنشال اصطلاح کامپلیشنه که با کانترکتور قرار میذارید میرید یه پانچلیست تهیه میکنید توی ساخته یه واکتو میکنید با کانترکتور حتی اونر هم رپرزنتیتیوش و خودش میاد یه پانچلیست تهیه میکنید که اینا رو کانترکتور باید انجام بده اون پانچلیست رو تهیه میکنید میدید به کانترکتور و کانترکتور میگه مثلا در حد دو هفته یا سه هفته اون کار انجام میده تا میرسه به کامپلیشن پروژه که کامپلیشن پروژه هم وقتی رسیدیم میبینیم سرویس پیدا با پنسیل و اسیتی میتونیم راحت بریم شیت بعدی رو نگاه کنید این پروژه که الان تو کانستراکشنه یک ایشویش که همیشه توی ذهن من بوده و فکر میکردم ممکنه که مشکل برام ایجاد بکنه اینه که با اینکه کانترکترمون خوبه یه جایی رو کانترکتر تو فریمین میس بکنه شما همیشه سر جاب سایتتون نیستید که مثلا تو این پروژه این پنجره که اینجا ما گذاشته بودیم که میمد پایین خود استراکچر انجینیرمون این دیوار رو برداشته شیوار کرده ما تو دفتر متوجه نشد کانترکتر هم متوجه نشده دیده که توی نقشه آرکیتکچر اونجا پنجره است ولی رفته نقشه استراکچر رو اجرا کرده شیوال رفته باشه بعد ما که ساخته شده شیوال و بولتا رو هم زدن تلفن کردن ما میگن که آقای آرکیتکت ما این پنجره رو میخواییم پسش کنیم خود جوابشون شما چی میده؟ چیکار باید بکنم؟ من به استراکچر انجینیر گفتم برو شیوال رو عوض کن پنجره رو ببر اینا هم گفت نمیشه میره توی داستانی که در مقابل کار انجام شده قرار بعد مجبور شید بیاین یه دونه فیک ویندو درست کنید با اسپنر گلاس بچسبید روی نما برای که نماتون خراب بشه برای که نما اون چیزی که میخواستید نگیرید در نتیجه با کانترکتور و استراکچر انجینیر حتما نقشه‌های آرکیتکچر رو ریویو کنید به خاطر اینکه استراکچر انجینیرها بعضی موقع یه چیزایی رو نمیتونن توی نقشه‌های آرکیتکچر بخونن ما پنجره‌ای که گذاشته بودیم اونجا پنجره خدشی و اینو نخونه ما فکر کردیم که میدونه ولی فکر کردیم که استراکچر انجینیر اونجا رو شیوار نمیذاره ولی شیوار گذاشته بود ما هم ساینش رو نمیدونیم در چه حتما کوردینیشنی قبل از این بریم تو کانستراکشن
کوردینیشن استراکچر پارتیشن خیلی مهمه. مکانیکال و فلامینگ رو میتونی حلش کنی، ریلاتش کنی، ولی استراکچر هیچ کارش نمیتونی. کامپلیکیشن های مختلف پیش میاد، از یه طرف شما میخواین همه هم و غم بتونه بذارین که بهترین آپشنی که میتونین برای کلاینت درست کنین پروواید کنین، از یه طرف هم خب این وقتاییه که ممکنه در نظر گرفته نشده بوده. اینو چجوری از اول شما که الان تجربه دارین حتما دیگه یه فرمولی پیدا کردین که چجوری این چیزا رو از اول کاور بکنیم؟ تایم و ریل تایم اورلی میدین مثلا پلانینگ پروسس رو؟ سوالتون رو متوجه نمیشم، راجع به پلانینگ پروسس یا موقع کامپلیکیشن های دیرینگ پروسس؟ اولش پلانینگ پروسسه، آیا اونو اورلی میگیرین یا یعنی که فیکست فی میگیرین؟ وقتی سکوپ پروژه معلوم میشه بر اساس تجربت دیگه اون قیمتی که میدی باید همه اینا رو ابزورب بکنی، برای اینکه نیکل اند دایم کردن کلاینت خیلی کار جاده بود. و سعی بکنی همه رو توی کانترکت اولیت بر اساس تجربت بکنی ابزورب. مثلا شما اول هایتتون آن منیو بودش، بعدن مجبور شدیم به خاطر اپیل یارو بریم توی کامیشن، بعد اونو ابزورب کردن همه رو تو همون چیز فیکس. نه خب مثلا پلانینگ کامیشن ریپرزنتیشن یه چیزیه که واقعا is out of your control. بله یه چیزی is out of your control، تا هر چقدر به تدریج کانترکت ما پیچیده کاملتر و کاملتر میشه و سعی میکنیم یه چیزایی رو ابزورب بکنیم توی کانترکت. مثل این دوتی ابزورب کردین، یعنی که اضافه کردین، یعنی توی کانترکت مثلا توی این پروژه شون تو کانترکتمون ننوشته بودیم ابزورب کردیم. ابزوربش کردیم. راجع به اپیل بالاخره شما اون سه فوت رو رفتین عقب یا برگشتیم به همون اوریجینال؟ این نقشه های اجرایی بود بر اساس سفوت ساخته شد. یه اول برای که استراک انجینیر رو همه این کارش رو کرده بودیم دیگه، دیدیم دو مرتبه برگردانیم اینا رو و بذاریم به اونر هم چیزی نگفتیم بلی دیگه نمیشتیم. ولی کیس رو بردیم، لازم نبود همون سفوت هم پروواید بکنیم دیگه، چون یارو زیاده خواهی که شیش بود ما رفتیم توی چیز و حتی اون سفوت هم دیگه لازم نبود بریم ساخت بسیم بود. ولی نقشه همون این پارکینگ شما سابترینیانه، درسته؟ یا سمی سابترینیانه؟ نه، سابترینیانه بودی؟ سابترینیانه. سابترینیانه، چون تمام زمین رو کاور کرده، چون ساید یاردام رفته. درست. ولی در این حال گفتش که یه مقداری پارکینگ رو ریز کرده، یعنی از نه، یه تیپ اون درایی که ساید یارده اونا رو نمیتونیم بیشتر از 18 اینچ بیاییم بودا، در نتیجه اسلبمون میشکنه میاد کنیم. آه، چون تو سکشن این نبود؟ آه، بر همین ورودی ساختمون چند تا پله میخوره میره بالا. این یه تیپ که ساید یارده طرف خیابون مثل این طرف ساید یارده، اینجا اسلبمون پله میشه میشه تو سکشن این نبود؟ ما شانسی که داشتیم زمین بلندتر از خیابونه، مثل همین چون وضعیت موجود بلندتر از خیابون بوده ساختمون بلند میشه. اون طرف نشون بوده. سوال من در ادامه صحبت جیلاس و تو هر مرحله از کار قرارداد فاز یک فاز دو مواردی پیش میاد که ممکنه از پیش ندیدیش، مثل چیزایی که شما بهش اشاره کرد. توی عقد قرارداد یک کانتینجنسی هایی یه زمان معینی برای این چیزا میذاریم که این چیزا رو کاور کنه، درسته؟ کانتینجنسی یعنی که مثلا میگه که ممکنه تو مرحله یک ما دیزاین
میتینگ داریم با کلاینت، تو میتینگ اول یا دوم به اپرووال نرسیم، مجبور شدیم که میتینگ سوم و چهارم داشته باشیم، وقت از ما میبره و این وقت یا ما باید به قول ایشون ابزوربش کنیم یا باید واسش یه باجتی وجود داشته باشه که اینو کاور کنه. تو هر مرحله از کار این پیش میاد، حتی دیزاین ریویو بورد، ورکینگ دراینگ تهیه کردن یا یه سری از دیتیل ها طول میکشه تا جا بیفته همه راضی باشن. اینو خواستم ببینم که واسش یه باجتی از اول در نظر میگیرید. نگاه کنید پروژه‌ای که پابلیک هیرینگ داره، دیزاین ریویو بورد داره، کیو کاندیشن داره، اینا پروژه‌های مخصوص. مثلا یه پروژه هست تو ولیه، شما آپارتمان میسازین، به قول بچه ها میان خط افقی عمودی میکشین، توپی میره میسازه میره. ولی یه پروژه هستش تو وستفوده، وستفود دیزاین ریویو بورد داره و بسیار دیزاین ریویو بورد سختی هم داره، خب کیو کاندیشن داره اونجا. شما من فی که برای پروژه که تو وستفوده تو فی که برای پروژه که مثلا توی ولیه یا فی پروژه که مثلا تو این ناهی هست، اینا فیاش با هم دیگه مستقیم یعنی پروژه رو نگاه میکنی ببینی که چقدر تو دفتر کار میبره، چقدر انرژی میبره، چقدر بیرون دفتر انرژی میبره، فی رو بر اساس اون. یکی اینه، یکی هم تجربه یکی قبل. من تو وستفود مثلا 7 تا 8 تا پروژه ساختم دیگه، الان تو وستفود دقیقا میدونم که فی که دارم میدم اون فی درسته ضرر نمیده، ولی یه جاهایی هنوز مثلا تو بیولی هیلز هنوز من دارم بعضی موقع تو پروژه ها دارم، برای که پلنینگ دیپارتمنتش ایت آن پردیکتبل. من پروژه دارم که گرفتم قراردادشو بستم رفتم تو پروژه، منو استاپ کردن به خاطر اینکه یهویی ساختمونی که اونجا می‌خواستیم خراب بکنیم ساختمون رو لندمارکش کرد. من پروژه‌م استاپ شده، در چه رفتم تو یه پروسسی دیگه با اونر و دائما دارم ضرر می‌کنم. درچه این اکسپریانسی که تو شهرهای مختلف میکنی خیلی دیکته میکنه اون فی رو که تو اون شهر، تو اون پروژه برای اون شهر. من خیلی اجازه میدیم، من یه دکتر و همین مطلبی که الان اشاره کردیم اضافه بکنم در جواب محمد و شیلا، چون فکر میکنم این واقعا یه نکته یه که در مورد همه مون رفت میکنه. من شخصا اینطوری فکر میکنم نحوه که ما چارج میکنیم کلاینتو خیلی خیلی بستگی به پرینسیپالی داره که ما خودمون توی دفترمون داریم، یعنی اون آرکیتکت برای خودش یه پرینسیپالی داره و برای خودش یه ارزش قائل میشه و سافیستیکیشن کلاینت و اینکه کلاینت where is he coming from خیلی خیلی مهم. این رابطه آرکیتکت و کلاینت اینه که اصلا شخص من خود من معتقدم که هیچ فرمولی برای وجود نداره که من بخوام بگم که این فرمول تو همه پروژه ها میتونم پیاده بکنم. آرکیتکت، کلاینت و لوکالیتی اون پروژه فکر میکنم اونجا تاثیر میکنه و هرگز اصلا به نظر من هیچ فرمی حتی در دفاتر بزرگ، دفاتر بزرگ البته یه درصدی رو درصدهای مشخص دارن میگیرن، اونا سیستمشون یه خورده متفاوته، ولی دفاتر کوچیکتر این سه تا پارامتر خیلی مهمه یا حداقل تجربه من. شما یه اشاره کردید که خیلی از کلاینت ها دوست ندارن قرارداد AIA رو امضا کنن با آرکیتکت، حالا توی دفتر یه چیزی کاستومایز کردید که بسته به هر پروژه با بعضی کلاینت ها که دوست ندارن فرمت AIA رو انجام بدن یا امضا بکنن باشون رو کاستومایز کانترکت رو در واقع باشون امضا میکنید. طبیعتا هر کلاینتی که نمیخواد قرارداد AIA رو یا هر قراردادی رو میخواد کاستومایزش کنه یه مقداری میخواد لایبیلیتی های خودش رو کمتر بکنه یا دست خودش رو بازتر بکنه برای آینده. اول من دوست دارم بیشتر بشنوم در موردش که چه چیزایی هست این وسط که معمولا اینو فرار میکنن از روش و نمیخواد غیر از طولانی بودن قرارداد AIA که میخوان ازش در بیارن. دوم اینکه تا موقعی که پروژه به خوبی انجام میشه و سوء هم نمیشه هیچ پروژه‌ای که خب همه خوشحالن، ولی هیچ تجربه داشتید که یه پروژه سو بشه و قراردادی که کاستومایز کردید کاورتون کنه به عنوان آرکیتکت؟ چون از این نظر یکی از بهترین شغلا رو تو آمریکا بود، از نظر لایبیلیتی خیلی بهترین شغلا رو داره. بعضی از دیولپر هستن که قراردادی خوب چیزی دارن، یعنی لویراشو میبینن
قرارداد بدیم رو درست کردن اینا آرکیتکت‌های مختلف هم اینا هایر میکنن ولی همون قرارداد رو خودشون میدن به آرکیتکت میگن که تو اینه نگاه کن به لویرت هم نشون بده اگه میخوای چیزی رو کم و کسر کنی ما با لویرامون میایم اینو درست میکنیم الزاما قرارداد AIA نیست استاندارد قرارداد AIA نیست ولی خب بیشتر دفاتر و بیشتر آرکیتکت ها استاندارد AIA من خودم ترجیح میدم استاندارد مطابق چند تا کلیه داشتن که این استنگرگر قرارداد شد درست کردم دادم بهش به من گفتش که میتونی اینو یه خوبه خلاصه ترش کنی نمیشون من اینو نمیخوام ببرم به لویه من بشون میخوام خودم بفهمم یه قرارداد بعضی ها اینطوری هم یعنی یه اون سایکولوژی که گفتم اول صحبتم دقیقا همینه باید ببینی که کلاینت واقعا چجوری راضی میشه چجوری هپی میشه که با تو کار کنه اگه هپی AI قرارداد بندی اگه هپیه که اون قرارداد چه بده تو ولی با لویر نگاه کنی ده. اگه بگه نه آقای مهندس شما برو قرارداد خودتو بیار من نگاه میکنم من قراردادی که دارم که یه قراردادیه که هم به نفع خودمه هم به نفع اونره نسبتا همه چیزا رو کاور کرده نسبتا نه صد درصد همه چیزا رو کاور کرده که سیمپلیفای شده اون رو بهش میدم نگاه میکنه مثلا امضا میکنه یا دو تا چیزاشو کم و کسر میکنه قراردادام بر اساس سایز پروژه و نوع پروژه قراردادی که شما برای آپارتمان بیده میبندین یا قراردادی که برای کاندو میبندین یه خود رو از نظر کاوریج خوده و به خاطر اینکه حتی به اینشورنست هم بخوایی نشون بدی این قراردادو باید اینشورنست اپرو به قرارداد کاندود دوزن اگر نه اینشورنست کاور نمید در چی به نوع خود پروژه هم خیلی بستگی داره سایز پروژه بستگی داره که پروژه خیلی بزرگ بشه تو قراردادو باید خیلی سفت بدن همه زمانیاشو نگاه کنستن پروژه بیژن این باید یه قرارداد فوق العاده من اگه باشم یعنی یه قرارداد خیلی سفت و سخت باید بدم برای اینکه اینقدر توی این پروژه بعدن ممکنه که باگ داشته باشه یه اتفاقاتی بیفته که پای آرکیتکت ناخودآگاه بکشه تو تقصیر اینم نیست ولی میره تو متوجه این من یه سینگل فامیلی یه خونه داشتم توی برنتون ساختم اصلا خونه بزرگ این کلاینتش بسیار آدم معذرت میخوام برنامه‌نویس آدم بیشوری خب من از روز اولم که اومد دو من شروع کرد کار کردن من یه نقشه کشیدم گذاشتم جلوش نقشه رو نگاه کرد بعد نقشه رو برداشت برد از در رفت بیرون من یکی دو روز دیرم خبری ازش نشد زنگ زدم بهش گفتم آقای فلانی چی شد گفتش که من از کار شما خوشم نمیاد گفتم خب اشکالش چی بوده خب شما میخوای ایدت رو به من ایمپوز بکنی گفتم که نه تو اومدی منو هایر کردی به عنوان آرکیتکت پول به من دادی قراردادم که باش بستم یک سنت هم با من شونه نزن یعنی همونقدر که نوشتن همونقدر امضا کردی میخوام بگم آدم ها به این چقدر با هم دیگه فرق ولی این آدم گفتش که من دوست ندارم آرکیتکتم ایدهش رو به من ایمپوز بکنی من باید اون بگم چیکار کنم گفتم خیلی خوب تو من هایر کردی که واسه دیزاین بکنم بی بگو چی میخوای من واسه دیزاین اشکال این چیزی که من کشیدن چی گفت نه من آشپزخونم الان که دارم زندگی میکنم دارم حیاتو میبینم تو این نقشه جدیدم که تو کشیدی من میخوام اونطوری باشه چرا بعدش آشپزخونه رو گذاشتی پشت فامیلی رو من فامیلی رو من گذاشتی طرف هم گفتم ما که تو من هایر نکردی که من شمشیر بگیرم باز شمشیر بازی کنم که من طرف تو هم من دوست تو هم من میخوام به تو کمک کنم وگرنه خب اصلا من دفتر نمیدم میرم تو برای این اومدی پیش من که من به تو کمک کنم نشستم گفتم هر جور تو میخوای نه هر جوری که اون میخواست نقشهش بسنش درست کردم کیچنش گذاشتم اونجا منطقه از نظر آرکیتکچر سعی کردم یه چیزی دیزاستر نشه که پس داده میگن آقا محمدی مرغه این ساختون ساخته میدونی یه همچین اونری این با تمام کانترکتور و ساب کانترکتوراش هم همین مثلا تا آخر سر
آخر سر با کانترکتر و سو کانترکتر یه جوری دعوام رو میکرد و پولاشو میندن بالاخره تموم شد خونه. پس از سه سال من دیدم که یه پکیج اینقدری اومد دم دفترم، من احضار کردم تو کفت. این چیه اینا؟ نگاه کردیم دیدیم که خونه رفته کانترکترش رو سو کرده به خاطر نه همه چی استاکو تال پیکست نمیدونم هر چی تو خونه بگی کانترکتر رو سو کرده، ولی آرکیتکت و اینتریور دیزاینرش رو سو نکرد، منو برام رو سو نکرد. منطقه لویر یا رو خواسته بود ما بریم توی کل به این دیپوزیشن رو بریم توی کل. خب بیدیم این من شب که خوابیدم این همینطوری اینجاست دیگه با نفت بازی میکنه این داستان. برای چی کار میکنی؟ ما جون این اثر رو نمیبردیم که اینطوری خود رو بدیم دست مردم اینطوری با ما بازی کنن. در چه قراردادی که ایمندی باید یه جور باشی که این اتفاقا بعدا میفته کافه بشه. برای همین رو گفتم تو جاب سایت من تمام میدونستم ممکن یه اتفاق تمام کاری که این کانترکتر میکرد ایشون شاهده، من میرفتم به خصوص واتر پروفینگش میرفتم همش رو عکس میگرفتم تمامش رو مدرک کردم، تمام ایمیلایی که با همین اونره ایمیل بازی کردم رد رو تمامش رو تو فایلم داشتم، تمام اینا رو چاپ کردم برد دادم به لویرش تو دیپوزیشن. چی نتونست باید اینطوری آدم خودش سیف کنه بره. قرار دادم خیلی سیف نبود ولی کاری که دیوری کانستراشن کرده بودم همه رو خودم رو کاور کردم، برای اینکه اونیرم روز اول من شناختم یه آدم پروبلماتیکه، این آدم بالاخره یه کاری انجام میده، من رو سونه کرد روزه کانترکترش سو کرد ولی من رفت دادم هست. به چی آدم بهتره که تو اونجا که ممکنه کانستراکشن توی قراردادا میره جلو غیر از مسئله دیزاین و آرکیتکچر چیزای دیگر هم در نظر بگیری که خودشو کامل بکنه. سوال راجع به کیو کاندیشن ها هستش، حالا یا شما یا اردشی جان که گفتین وارد هستن. منم خیلی پیش میاد که دیولپرای زنگ میزنن میشترم دیولپرای هستن که سافیستیکیتد نیستن و یه لاتی روی خریدن یا میخوان بخرن و یه کانسالتیشن میخوان. خب من نگاه میکنم زیمه است فلان، این کیو کاندیشن هایی که شما برخورد میکنید، اولا آیا اگر شما یه کیو کاندیشن یا اون کیو رو در زیم اصلی بینی آیا تمام اینفورمیشنی که اپلیکیبل هست رو همونجا میتونی پیدا بکنی؟ یا باید بلند شده به سی تی؟ قبلا نه یه سیشون میرسید ولی الان یه هندات خیلی بزرگ دارن تمام کیو کاندیشن، حتی قبل سی تی آف لس آنجلس اینجوریه که ایریا و ساب ایریا کد داره، مثلا ایریا شماره 10 ساب ایریا اینم فلان، تو از روی این کد، یعنی این کد رو بهت رو زیماسش میده، بعد میری تو اون هندافرونده میگردی بگردی ایریای 10 ساب ایریای 15 کجاست، اونجا میایی مثلا حالا بعضی کیو ها یه دونه آیتم داره بعضی ها 3-4 تا داره اونجا نگاه میکنی. اینا آیتم ها بیشتر ریستریکشن های راجبه هایت بیشتر و... هایت بیشتر هایت. خب این پروژه روی اوپن سپیسش هم مثلا داشت هر تعداد یونیت میتونه باشه ایریای مختلف همه جور مثلا توی پروژه ما ویو هم خیلی مسئله بود، ویو به سینگل فامیلی ها خیلی مسئله بود، در همین ما بالکونی ها اون همه رو حذف کرد و دیم پلنتر بود به رندرینگ و اگه بودن بیا رندرینگ، یعنی ما بالکونی اصلا نداریم این ساختمون این تمامش اینا عوض بالکونی اون فیچرهایی که خواستیم بذاریم مثل بالکونی اینا تمام پلنتر کرد، هم قیافه ساختمون قشنگ میشه اینم سیتی هم قبول کرد نیبر بود هم نگاه کرد خوب بود خوش شد. مرسی آقای مهندس. شما اگه سوالاتی اول هستش من رو بیجا میتونم جواب بدیم. من فقط در جواب مهدی در مورد این مسئله قراردادا نمیدونم که در وضعی مورد باشه من تو میگم که نحوه بستن قرارداد بازم میره بستگی با آرکیتکت کلاینت و اینشورنسی که آرکیتکت کری میکنه داره. مثلا من یه ای ان او اینشورنسی دارم ارور اند میشنز که باید قرارداد ای ان ای امضا بشه و از اون ابتدا به کلاینت هم میگم This is the only contract you signed with me. There is nothing else. بخوای بده به وکیل خوشبختانه قرارداد ای ان ای 150 ساله دارن کار میکنن و هر سه سالی اینا رو هی مرتب ترمیمش میکنن اضافه میکنن قبلا تا تقریبا 13
14 سال پیش همیشه بحث و گفتگو بوده که دیولوپرها ادعا می‌کردن و میتینگ داشته بودن با انجمن آرکیتکت آمریکایی که بابا این قرارداد خیلی به نفع آرکیتکت. ببین اینا رو یه خورده فرش بکنیم، یه خورده مسئله دیولوپرها هم در نظر بگیریم و واقعا توی این چند سال اخیر تغییراتی که توش دادن و نحوه‌ای که این قراردادها رو تنظیم کردن که واقعا